بینندگان عزیز با سلام به شما، برنامه امروز جمعه 12 ژانویه 2018 برابر با 22 دی ماه 1396 را آغاز میکنیم. امیدواریم هر جای دنیا که هستید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. اجازه بدید من این یکیو که ننوشتیم چیزی بردارم و این تاریخ 12 این هم به فارسی جمعه 22 دی ماه، یک ماه دیگه میشه 22 بهمن، و ببینیم که دولت چه برنامه‌ای داره برای اون روزها و ملت چه برنامه‌ای داره. متاسفانه این بار که با دخالت افراد مفتخور، سازمان‌هایی که فرصت طلب هستن، به اصطلاح تظاهرات به حق مردم به خاموشی به اصطلاح سوق داده شد و فقط حاصلش نزدیک به 30 نفر جوان کشته شدند و هزاران نفر دستگیر. حالا چه بلایی هم به سر اونها بیاد. و توی این ماجرا دیدیم که افرادی که در کازینو و سفرهای کریسمس و سال نو میلادی بودند، 2-3 روز اول صبر کردند، بعد گفتن حالا ما بیان جلو ببینیم یه اتفاقی هم میفته. یکی از دوستان گفت آقای شهرام و همایون گفته من مریضم و پول نداریم و میرم. همچنین که یه سر صدای شد آمد گفت که خب خیلی از شماها گفتید من بیام، آمدم. از این جالبتر آقای مسعود رجوی بود، رجوی مرحوم، که توی نعیان به اصطلاح زنده شد و قیام کرد و اینها. در هر صورت ممنونم از دوستانی که با ما روی فیسبوک هستید، هم فیسبوک مردم تیوی هم فیسبوک شخصی خودم سوربی. اگه لطف کنید این برنامه رو با دوستانتون هم شیر کنید، ما هم ممنون میشیم، هم بالاخره حداقل کاری که شما میتونید انجام بدید این هست. من از صبح تا شب میتونم بگم 100 تا نامه مختلف برام میاد که میگن آقا اینو بخون برای دیگرانم بفرست. از هر کدومشون میپرسم خب این فرستادنا چه سودی داره؟ ولی در رابطه با شیر کردن این ویدیو و برنامه و اینها، گهگاهی وقتی ویدیوی قشنگی هست، برنامه خوبی هست، با دوستان به اصطلاح شیر میکنیم، به اونها هم میگیم. و اصل و اساس برنامه تلویزیون دوستان گذروندن و تلف کردن وقت. اگر کسی میخواد چیزی یاد بگیره باید بره تو کتابخونه ها، بره تو دانشگاه، بره تو تلویزیونایی که چیزی یاد میدن. و الا تلویزیونی که خودش میاد میگه من نه سیاسی بودم، نه هستم و نمیخواهم باشم، شما نشستین از این چه چیز سیاسی یاد بگیرید؟ اگرم مسئله هست که شما دوست دارید و فکر میکنید برنامه بهتری میتونید در به اصطلاح جامعه ایرانی اجرا کنید، خب این گوی و این میدان و به قول معروف گر تو بهتر میزنی بستان بزن. داشتم این کاغذ ها رو زیر رو میکردم و دیدم که این سیستم آمریکا واقعا چه سیستم. اون وقتا میگفتن اختاپوس، یعنی یه جانوری که 8 تا پا داره، دست داره و میفته. اون وقتا بختک هم میگفتن. شما بختک چی اصلا؟ حیوان جانور چی؟ من نمیدونم. و میفته روی مردم بیچاره. و براتون گفتم من یه ماشین نوی بعد از سالها، بعد از 10 سال، بله 2008 حالا 2018 10 سال، یه ماشین نوی خریدم و وقتی رفتم اونجا گفت که ما 1500 دلار هم بهت میدیم از اون بانکی که میخواین فینانس کنیم یا وام بگیریم. گفتم هم وام میدن هم 1500 دلار میدن؟ گفت بله. بگو ببینیم شماره تو زد و اینها. گفت نه، شما کردیتت خیلی خوب نیست، خیلی بد نیست، به شما نمیدن. گفتم به اونایی که بده میدن؟ گفت آره. گفتیم اوکی. رفتیم تو اتاق و اینوری جز اونایی که کردیتشون خوبه. گفت مثلا 5% باید به سود بدی، نزول بدی. گفتیم چرا 5%؟ گفت برای که کردیتت خیلی خوب نیست. گفتم آقا این دوست شما الان میگه کردیتت خیلی بد نیست؟ گفت خب ببین منم میگم خیلی خوب نیست، نه خیلی خوبی نه خیلی بدی. در صورت اینا یه بازی درست کردن که با این بازی ها، با این رقم ها، هر جوری هر وقت بخوان سر من و شما را شیره بمالن. این ماجرای شیره مالیدن سر از کجاست؟ داستانش به منم بگید. این ماجرای بانک ها و اینها، الان استاد بزرگشون شارلاتان نادان این آقای ترامپ که دیروز باز یه ماجرای جدید، اصلا روزی نمیشه که این بدون ماجرا روز رو به پایان برسونه. اولا اینجا
دوشنبه روز مارتن لوتر کینگ یا همون رهبر به اصطلاح اون قیام 1968 و اینها بوده فکر کنم، که مسالمت آمیز و به خاطر اونه که امروز سیاه‌پوست تو آمریکا اندازه سفیدپوست حق داره، تازه هنوزم نرسیدن. این روز رو به جایی که ثبت کنه دوشنبه برنامه بذاره، آورده خودش الکی گذاشته جمعه. بعد دیروز حالا در همین رابطه این هول و هوش و اینها آمده گفته که این افرادی که مال هیتی هستند و دو سه تا جاهای دیگه، ما این کشورهایی که یک کلمه بدی هم استفاده کرده و اینها، ما اینا رو چرا بیاریم؟ چون پریروز با این رئیس جمهور نروژ، نروژ داشته دیدار میکرده، گفته ما احتیاج داریم که افرادی رو از نروژ بیاریم. امروز یک خانمی برای من پیغام گذاشت، گفت که آقای سوربی در رابطه با این ماجرایی که این ترامپ میگه که ما چرا این سیاه‌پوستا رو از آفریقا و از هیتی و اینها بیاریم. هیتی چیه؟ هیتی حبشه که نیست که، نه، اینجا هیتی پایینه یا بالای دامینیکن ریپابلیکه و با هم هم خیلی بده. در اصل نمیدونم اینجا دیگه، ما بعض چیزا رو از بس عوض شده اسمش، اول ما عادت کردیم به اینجا دیگه اون اسمای فارسیش و اینها رو یادمون رفته. این خانم عزیز و گرامی گفته که من سالها پیش چون سفرهایی میکردم به اون کشورهای اسکاندیناوی و اینها، دوستانی اونجا داشتم و این دوستان ما تعریف میکردن که اونجا اگر یک خانمی حتی کار میکنه و بچه دار میشه، یک سال تمام این میره خونه و حقوقشو میدن، چیزاش هم حتی میبرن در خونه بهش میدن. و دلیلشون هم اینه که تو این یک سال اول هست که بچه رو شما مثل یک مجسمه‌ای که گله میسازیش و اینها. بعد میگه که یه نفر نبوده که به این نادان، به این شارلاتان، به این کلاش، به این دروغگو که چند ماه پیش میگه من 100% میام به اصطلاح شهادت میدم، حالا که میگن میگه نه من نمیام، بگه که خب مرد حسابی، کسی که مال نروژه، ببخشید خرش گم شده که بیاد دنبال تو، بیاد دنبال آمریکا، بیاد اینجا دکتر باشه، اونجا مثلا بیاد اینجا بره ظرف بشوره، مگر اینکه از کشورهای بدبختی که خود شماها بدبختشون کردی، کشورهایی که بالاخره از لحاظ منابع به اصطلاح ریسورس اینجا میگن منابع و نفت و طلا و اینها غنی هستن، ولی شما اینا رو بدبخت و بیچاره کردین که محتاجتون بشن که اون دکتره چند سالم زحمت بکشه، پولم جمع کنه، قاچاقی بده به یه نفر بیاد اینجا، اینجا هم بره مثلا توی وان حموم. شما باورتون نمیشه، بعضی وقتا این چاینیزا که میان میگه من توی وان، توی وان حموم فقط به من میتونستن بگن اینجا بخواب. بعدم بعضیا ساعتیه، مثلا 6 ساعت میاد میخوابه میره سر کار، یکی دیگه 6 ساعت میاد میخوابه اونجا. این بعدم وایس مثلا ظرف بشوره. یه تبلیغی، یه جوکی درست کرده بودن که جوک هم نیست، طنزه، به حقیقت هم خیلی نزدیکه، که یک آقای ایرانی تو مطبش داره کار میکنه، دکتره، بهش زنگ میزنن میگن که گرین کارت قبول شدی، و فوری به همسرش زنگ میزنه و اینها، میگه بریم خوشحال و فلان. اینها میاد اینجا، چند مدت بعد مادرش بهش زنگ میزنه، و وقتی مادرش بهش زنگ میزنه میگه اوضاع و احوال چجوری هست، میگه خیلی خوبه و اینجا من الان دارم تو بیمارستان کار میکنم، که دروغم بوده، وایساده بوده داشته ظرف میشسته. حالا شما ببین کسی که با ناز و نعمت بزرگ شده، پدر مادرش خرج مدرسه و دبیرستان و بعدم دانشگاه، این بلند میشه میاد اینجا، اینجا حالا اونجا دکتر بوده، پزشک بوده، تو مطب خودش کار میکرده، اینجا که میاد باید بره توی رستورانی که آقای کی بود این دوستمون که داداشم برگشت رفت ایران، خودش اینجا به من گفت آقای سوربی والا من تو زندان ایران که بودم قرص قلبم و سر وقت میدادن. آقای موحدی اگه باش فکر کنه، امین موحدی و اینها، اینقدر اسم میاد تو مغز آدم که آدم یادش میره. گفت که من حالا اینجا باید روزی 1000 تا بشقاب، دوستان فقط چشمتون رو ببندید تصور کنید، 1000 تا بشقاب باید بشوره تا مینیمم زندگیش اینجا بگذره، یعنی تا بتونه یه پولی رو بده به یه نفر با اون هم اتاق بشه. این کلمه رومیت خیلی کلمه‌ایه که اینجا دانشجوها و اینها با هم چیز بودن، الان آدمای معمولی و
چیزم رومیت هستن. بعضی وقتا حتی به اصطلاح خانواده ها دو تا سه تا توی آپارتمان زندگی میکنن و وضع بدی شده، مخصوصا از سال 2008 به این طرف توی آمریکا. حالا تو ایران هی فریاد میزنن آقا من دو تا بچه دارم دکتره، یه بچه دارم لیسانس بیکاره. توی ایران تا موقعی که بچه ها تو خونه شما باشن کسی هم بهشون نمیاد سرکوفت بزنه، ولی اینجا اصلا یه رسم بدی هست که اینا 18 سالشون که شد رفتن دانشگاه، بعد که برگشتن باید برن و خودشون جدا زندگی کنن. الان اینا یکی یکی دارن بر میگردن و با پدر و مادرها زندگی میکنن، چون اصلا نمیتونن بدهکاری دانشگاه اینترست و اینها میفته رو کمرشون، کمرشون رو میشکنه. امروز ساعت 3 قرار هست که با آقای دکتر نصر احمدی صحبت کنیم. متاسفانه این دوستان وقتی ما باهاشون یه قراری میذاریم، خیلی هاشون یه روز قبل، دو روز قبل، یه ساعت قبل از برنامه هی زنگ میزنن میگن که یه زنگی به من بزنید با هم صحبت کنیم. آقا خانم من نمیدونم ما دیگه چه صحبتی داریم. شما سالهاست برنامه میذارید، شما سالهاست والا میگم این آخوندا خیلی زرنگن، من اگه یه زنگی بزنم به یه آخوندی بگم پدرم مرده امشب بیا مراسم، چی میگن امروز مراسم این حمد قل هو الله بخون، فکر نمیکنم هیچ کدومش بگه حالا قبلش هم من بهت زنگ میزنم، میاد پولش هم میگیره میره. بابا یه چیزایی رو از این آخوندا یاد بگیریم. خب شما اومدی هفته پیش صحبت کردی، ما بهت گفتیم یه فیلم اینجوریه، اگر لینکشو برای ما شما بفرستید، دوستان بفرستن پخش میکنیم، نه خبری از شما شد، نه خبری از اون دوست اون آقای کردار شد، نه خبری از اون دوست اون آقای کوپایی شد. در صورت نیستیم، ما دنبال کارای سازمانی نیستیم، بلد نیستیم. از روز اولی که رفتیم مدرسه به همون نگفتن بیاین رای بدین کی میخواد بشه رئیس، پرزیدنت، حالا رئیس جمهور که پرزیدنت نی، کی میخواد بشه نماینده شما، کی میخواد بشه مبصر شما. از روز اولی که رفتیم یه آدم قلدر بی‌تربیتی رو یا فامیل ناظم رو گفتن این مبصرتونه. حالا خود این کلمه مبصر هم من نمیدونم یعنی از کجا میاد، از کلمه بصیرت و اینا میاد. در هر صورت این دوستون میگه هنوز هم احمقایی داریم که منتظر اینترنت وای فای رایگان ترامپ هستن. براتون نوشتم دو روز سه روز پیش بود خبر رسید که یک سفینه محرمانه‌ای منفجر شده و اون مأموریتی که داشته، خب دیگه وقتی این منفجر شده نمیرسه، حتی قبل از اینکه برسه به اون اوربت، چی میگن اون جو زمین و اینها، مثل که اونجا که میرسن دیگه اینا خودشون بر اساس، حالا دیگه من دانشمند ماهواره هم شدم نمیدونم، خلاصه منفجر شده افتاده. اونایی که امید داریم به ترامپ، ترامپ امیدتون ناامید شد، برین خودتون تلگراف و از این تلفن‌های هندل میزدن درست کنید. این از این. و از همه اینا ماجراتر این جنبشی که در ایران راه افتاد و اصل ماجراش هم خود همین آخوندا راه انداخته بودن و از مشهد شروع شده بود و من خیلی تعجب کردم که مثلا یه شخص جوانی مثل آقای کیا، مثل آقای ارشیا کیا، خودش میگه اینا رو این هارد لاینر یعنی تندروها، یعنی اصولگراهای ایران که در افتادن با حالا از که تا حالا این آقای روحانی شده اصلاح طلب، ما نمیدونیم کسی که تو مجلس صحبتاش هست و اینها، در صورت اینا را انداختن. خب حالا مردم ایران بگیم زرنگی کردن، بعد از 40 سال با آخوند گشتن زبل شدن، گفتن حالا که این موج و اینا را انداختن ما سوار بشیم. هیچ وقت سوار این چیزا شدید؟ یه تختهایی میگیرن میرن سرفین، میرن به طرف موج، موج که میاد بر میگردن سوارش میشن میان. اینم یه بازیه. خب حالا مردم ایران موجی رو که هاردلاینرها تندروهای خودشون راه انداختن اینا سوار شدن اومدن بیرون. حالا این وسط میرسیم به مفتخورا. یکی یکی اسم ببرید، دو سه تاشو من اسم میبرم باقیش شما. اولین مفتخور شماره یک آقای شازده، از این تلویزیون به اون تلویزیون با خانم ستاره درخشش چنان تعارف میکرد، نه حالا که من ندیگه، حالا حالا شما میگی شاه باشه ولی حالا بذارید یک کسی دیگه شاه بشه فعلا، برو مردک خجالت بکش. اون یکی دیگه رجوی مرحوم، یه سری به اسمش کتیب چی میگن پوستر چاپ کردن فرستادن بریزید حمله کنید. آخه احمق،
50 سال 120 هزار تا کشته، سازمان مجاهدین رو از سازمانی که به اصطلاح ضد سرمایه‌داری بوده رسوندی به جایی که اینجا هر روز باید دماغتون قهوه‌ای بشه. ببینید چرا باید دماغ قهوه‌ای بشه، دماغتون قهوه‌ای بشه دنبال مجلس آمریکا. حالا تو میای به ایرانی ها میگی که چیکار کنم؟ سید دلغک، این مجید اسمینو گذاشته سید دلغک. خب این دلغک بوده، کمدین با دلغک فرق میکنه. تازه دلغک هم بابا یه شغلیه، بیچارا زحمت میکشن تو اون لباس گرم، تو اون کفش گنده ماتیک سرخابی که به خودشون میکنن، اینا کار مشکلیه واقعا. حیف کلمه دلغک که به این بگی مرتکه دیوانه که تا پریروز ملیجک بوده، زیر پای خود همین آخوندا بوده، اومده بود اینجا یه مدتی. اتفاق به منم گفتن آقا این میخواد، گفتم آقا اصلا این شما نگاه کن، این آدم ضد و نقیض به قول آقای عزیزان اینقدر پارادوکس داره تو زندگیش که نمیشه مثل ترامپ. حالا من امیدوارم این نوارایی که از این هست هم میگه ما یه میلیون داریم خرج کنیم، یکی اینا رو الان فصل آیارسه، فصل مالیات درآمد به اصطلاح اداره دارایی و پر کردن فرم ها، هم امروز برای منم از بانک اومده بود که این برای کاغذهای بانکی تو اینها. گفتیم چشم، 30 سالم هست خودمون دو دستی ورقا رو پر میکنیم، دو دستی تقدیم میکنیم. ولی اینا یکیشون ازش سوال کن بگو آقا شما اصلا تکس آمریکا رو تا حالا پر کردی؟ نه. اولا برای که کمک میگیرن وقتی میان اینجا، یه 18 ماه دو سالی از این و اون کمک میگیرن، بعد یه جای آویزون میشن. حالا این آقا میگه من یه میلیون دلار به هم دادن که خرج کنم. امیدوارم یه کسی بره دنبالش و بگه آقا شما که تو این برنامه گفتی من یه میلیون دلار گرفتم، مالیات شما بیا به نشون بده. میدونید مالیات یه میلیون دلار چقدر میشه؟ یه میلیون دلار نزدیک 400-500 هزار دلار مالیاتش میشه. مگر اینکه نشون بدی که آقا من یه میلیون دلار گرفتم، اینقدرشو دادم به فلانی، اینقدر فلانی. و اینجا هم ایرانی‌ها وقتی یه پول میگیرن به هیچ کس نمیدن. اینجا معروف دوستان، این آقای جان کری با آقای دکتر آرام، دکتر حسام آرامی یا آرام حسامی گفته بود که آقا ما دیگه رسیدیم به جایی که طرف میاد حالا از یه میلیون 3 میلیون، یه دفعه ماجرای 3 میلیون و 30 میلیون و 300 میلیون رو باید از آقای احمدعلی مسعود انصاری سوال کنم درباره 30 سال پیش، 32 سال پیش، بیشتر 40 سال پیش اوایل انقلاب که این آقای اویسی، تیمسار اویسی گویا مثلا عراق می‌خواست پولش بده یا این کشورهای عربی، و به اینا گفتن شما چند لازم دارید که انقلاب کنید. همه مال دیگه انقلاب یاد گرفته بودن بعد از خمینی، گفته بود 3 میلیون. اونا گفتن با 3 میلیون که نمیشه انقلاب. حالا ببینید این احمقا، حتی اگه خود شما میگید خمینی 130 میلیون از کارتر گرفته، خب بدبختا بی سوادا بگید که اون 130 میلیون گرفته، حالا تورم و دو سال گذشته و ما نیرو بیشتری میخوایم چیز کنیم 200 میلیون بده. گفته 3 میلیون که مسخرهش کردن، خندیدن، گفتن آقا پول کم داری برو دنبال کاره. بعد اومده گفته نه من منظورم 300 میلیون بود، بعد که فهمیده. الان دیگه این آخری ها جوری شده بوده که دوستم طرف میرفته میگفته 25000 دلار به من بده تا من برم انقلاب کنم. جان کری گفته من گفتم آقا این از آفیس من، از دفتر کار من بندازه بیرون، مثل این که مثلا این قسط های خونش، اینجا قسط خونت وقتی عقب میفته تا چند ماه که هی نامنگاری کنن و بهت اختار بدن و اینها، یه وقت میبینی این قسط خونت مثلا 2000 دلار 3000 دلاره، 6 تا 7 تا 8 که عقب بیفته با دیو کردش و اینترست اینا میشه همه 20000 دلار 25000 دلار. لابد این 20000 دلار بده کار بوده، گفته حالا 25000 دلار بدم یه کمی هم یه دو ماه دیگه هم قسط ندیم. اینا اینجوری شده. شنیدم باورم نمیشد آقای منصور اوسانلو، کسی که تو بطن این شلوغی های ایران بوده قبلا و برادرش رو تو زندان از دست داده و اینها، اینم هیجان زده شده. آقا شماها شدید مثل کسی که دنبال یه مرده میگرده که تو خیابون افتاده باشه، بعد هم میاد دندش باز میکنه ببینه این دندون طلا داره یا نه. حالا که دیگه این روزا کسی هم دندون طلا نمیذاره. بله میگه که آقا واقعا آقای سربی، این تلویزیون آن تلویزیون و یک سناتور قرازه جمهوری خواه هم با او صحبت میکنن و طوری هم پهلوش ایستاده و سر تکان میدهد انگار که این سناتور پدر مردم ایران است و هر چه میگوید آقا رضا هم تصدیق میکنه. ببینید اونی که میاد با این مصاحبه میکنه، این مجبور تصدیق کنه چون میدونه از همین الان این نوکر حلقه به گوش ایناست.
این نوکر حلقه به گوش ایناست و اینا هر روز صبح مثل کسی که وقتی میخواد یه جای کار کنه رزومیشو مینویسه میبره، اون روز صبح زود دوش میگیره، کراوات میزنه، اینها اینا صبح تا صبح کارشون اینه و میرن به اینها میگن بیاین ما را به نوکری قبول کنید. وقتی یه کسی قبولشون کرد با چه کار کنن؟ هر فرمانی داد اجرا کنن. مگه بابا با اینا شعور اگه داشتن، آقا پدر تو بهترین نوکر اینا بود، روزی که خواست بگن من دیگه حالا نوکر نیستم، فکر کرده بود نوکر نیست، بهش ثابت کردن که نوکری، انداختنش بیرون. و من بارها گفتم اگه این مردک یک کم غیرت داشت، وجود داشت، میومد میگه آقا پدر بزرگم و اونجوری کردن بیرون، یکی تو خودتون رو ننداختین جلو ماشینش، پدرم اینجوری در به در شد، من برای چی بیام؟ تازه حالا اگر بلد بود کاری بود. من اتفاقا هفته آینده میخوام با یک کسی مصاحبه کنم، حالا اگر برنامه ردیف بشه و بیاد و اینها، میخوام از ایشون سوال کنم شما اگر یک شرکت کوچولویی داشته باشی حاضر این نادان رو به عنوان منیجر خودت انتخاب کنی؟ رئیسم نه، منیجر، که یعنی روزی که شما مثلا صبح میری میتینگ و اینها، این تا عصر اونجا رو منیج کنه، بچرخونه. این کلمه منیج به ایرانی بگیم چی؟ مدیر، مدیریت، چون صاحب یه جایی با مدیرش فرق میکن. این آقای کاظم رنجبر هر جا هست خوب و خوش سلامت باشه، دکتر کاظم رنجبر، نوشته هاشو بخونید. متاسفانه ایشون هم گفت میخوام برم دنبال کتاب نوشتن و اینها، و دو نفرم که داریم که حرفشون یا به اصطلاح سرشون به تنشون میارزه میرن و دیگه پیداشون نمیشه. و اینا نمیدونن که شما وقتی مینویسی حتی سوربی هم که دوست داره شما رو و طرز فکر شما رو، حوصله نمیکنه بخونه. زمان نوشتن گذشته. امروز دیدم این مجید شریم هم نشد، آقای سوربی این همه زحمت کشیدیم اومدیم رو فیسبوک، حالا شما به ما میگی برو با ایمیل و با تلفن. آقا ایمیل مال 20 سال پیش بود، بهش میگم خب منم مال 61 سال پیشم، با بندازی دور منو و نمیرسم عزیز من، نمیرسم. آقا باید یک کسی رو استخدام کنم به جای من تقلبی بنویسه. شما میخواین اونجوری؟ من نمیخوام. من میخوام بگم آقا من نمیرسم. اگه یک کسی واقعا یه چیزی داره که میخواد ارسال کنه، زحمت یه ایمیل هم بکشه. البته ایشون میگه ما دیگه از بس نرفتیم سراغ ایمیل دیگه یادمون رفته. و یادتونه قدیما هم ایمیل و تلفن و اینها همه رو با هم وصل نکرده بودن که اگه شما ایمیلت یادت رفت بعد بگی با تلفن برات پسورد رو میفرستیم. ولی الان کاری که انجام شده، شما میتونی ایمیلتو وصل کنی به تلفنت، وقتی که گم میکنی پسورد یا آیدی ایمیلتو با اونا تماس میگیری، میگی اونها میفرستن برای تلفنت. امروز یه بانکی که جدیدن همین به خاطر این ماشین باهاش حساب وارد مینا، برامون فرستاده که اگه میخوای برو حساب برو حساب الکترونیکی باز کن که رو اینترنت به حساب دسترسی داشته باشه. گفتیم چشم. برامون یه پسورد تمپراری فرستاده، موقت، یه آیدی موقت، اسم عبور موقت و شناسنامه موقت. گفتیم باشه. رفتیم داخلش، میگه خب حالا ما با تلفن برات یه دونه کد میفرستیم. میگم باشه. بعد وقتی این کد فرستاده میگه حالا باید این دیجیتال گجتت رو با ما رجیستر کنی که ما بفرستیم. باورتون نمیشه یه ساعتی من هم خندم گرفته بود هم عصبانی شده بودم و گفتم واقعا دیگه راهی هم وجود نداره. بله، میگه که این خانم زرین تا زری تناز ببخشید، میگه فقط باید گفت بیچاره مردم که زیر یوغ دیکتاتوری له شدن چه باید کرد؟ اون روز بهتون گفتم تو برنامه یه نفر برای من نوشته آقا جوانای ایران تو زندانن، تو رو خدا یه چیز بگی. آقا جوانای ایران تو زندانن، اینم یه چیز ما. میگم کی انداختتشون به زندان؟ شما وقتی دیوانه دلغک میاد حمله کنید بهش، بگید آقا تو چرا بچه های ما رو انداختی زندان؟ من انداختم زندان که به من می‌نویسی؟ اونایی که تو صفحه من هستن انقدر نادانن که به بچه شما گفته باشن برو تو خیابون با دست خالی برو جلو کسی که تا اون وقتا میگفتن تا گردن تا سر مسلحه، اینا که گردن و سر و پشت دیدیش عکساشو رو دیدید اصلا مثل این حیونا هست، مثل لابستر دیدید سرش اینجور میکنه پشت گردنش اینجور از اینجور اینا دارن.
خب اونی که فرستاده شما برید یاد بگیرید از اون کسی که مسئول اون کاره. اون کارو کی انجام داده؟ خانم رجبی میگه، میگه مردم به حرف من ریختن بیرون. بگو شما درست میگی. خب پدر سوخته الان بیا بیارشون بیرون. بگو اسامی اینایی که کشته شدن میدونی، اسامی اونایی که زخمی شدن میدونی. ما ملت خوبی هستیم، مسئولین رو ول میکنیم برن. و الا اگه ول نکرده بودن، اگه یه بلایی اینجا سر این خانواده و دادگاه و پولاشون آورده بودن، اینا دیگه حالا جرئت نمیکردن دوباره بیان. تمام پولاشونی که داشتن خرج دادگاه و اینا کردن. مردم بی خیال رفتن دنبال کارشون. آخوندم گفت آقا ملت که کاری ندارن، اینا هم دزدیدن و رفتن، حالا رفتن حالا من میدوزم. یعنی الان آخونده هم بعدن بیان بیرون. مگه این آخونده نیومد بیرون؟ اینقدر سر و صدا را انداختیم که همین سر و صدا را انداختن هم نتیجه نادانی مونه. نادانی دوستان چیز بدی نیست. اگر یکی وارد بود اینجوری سر و صدا نمیکرد به گوش این آقا برسه. اون مثل مثلا اف بی آی وقتی میخواد یک کسی رو بگیره که تو رادیو نمیگه من فردا صبح میخوام برم خونه سوربی حمله کنم، سوربی هم چیاش جمع میکنه میره اصلا. شاید حمله میکنن ساعت 4 صبح 3 صبح به خونش. اینا این کاری کردن. آقای رضا زرابی بنده خدا با بلد نیستیم. رضا زرابی کار محرمانه انجام نداده، کار پلیس انجام نداده، دادستان انجام نداده. بعد تازه یکی اومد گفت آقا اصلا سیستم دادستانی آلمان اینجوری کار نمیکنه. یه کسی که ویزای دیپلمات داره میاد اینجا، اینا که نمیتونن بگیرنش. دادگاه ها قسمت قسمت جدا جداست. دیدید همینجا تو آمریکا میگید تا 5000 دلار میخوای شکایت کنی برو این دادگاه، تا 10000 دلار برو این دادگاه. دادگاه طرفت شخص میری سیویل، شرق طرفت اداره است میری اون. اینا ما همه رو قاطی کردیم، یه آش شله قلمکار درست کردیم و نشستیم پاشو میخوریم. صحبت از اونایی شد که حرفایی که میزنن make sense، یعنی یه معنی و مفهوم میده و به عقل آدم جور در میاد. دیروز من یه ویدیویی دیدم از آقای یکی بود به نام آقای اکبرین، محمد جواد اکبرین، مثل کلمه دکترین هست بعضی ها میگن دکترین، و خیلی قشنگ صحبت میکرد این آقا. با وجودی که قیافه و اون تسبیحی که دور دستش بود به اصطلاح سمبل یک مذهبی بود، ولی حرفایی که میزد خیلی جالب بود. دیروز تا حالا دو بار سه بار پخش کردم. بله میگه آقای سوربی امروز با دکتر نصر احمدی برنامه دارید؟ والا ما داریم، ولی ایشون دو بار زنگ زده موقعی که من تو برنامه بودم زنده با دوستان مجاهد و هنوز چک نکردم که ببینم ایشون میگه نمیتونم بیام چون میشه لانچ تایم اونها، میدونید همه میتینگای مهمه دوستان ایرانی موقع لانچ، موقع نهار، موقع چلو کبابی. در صورت اون ماجرایی بود که یک آدم بیپولی گفت که میخوام برم خواستگاری دختر پادشاه. دوستش گفت دیوونه شدی؟ اونا که به تو زن نمیدن که. گو آقا تو خیلی هم ناامید نباش، 50% کار درست شده. گو عجب چجوری؟ گو خب 50%ش منم که راضی هستم، حالا اون 50% دیگه نمیدونم. 50% این مسابقه امروز برقراره، ولی قرار این بوده که ایشون برای ما لینک اون برنامه رو بفرسته که یک نفر آمده بود راجع به فامیل ایشون اصلا دروغ گفته بود، غلط گفته بود. من با عزتون یک جرعه چای بنوشم. این چاییه به قول شیرازی ها انقدر سنگین نیست، غلیظ نیست. توی اینجا نمیدونم چرا اینجوری میشه، شاید مثلا پشتش اگه یه کاغذ بذاری رنگ حقیقیش معلوم میشه. در هر صورت شیرازی ها چای غلیظ میخورن، میگن دهن سوز و دهن دوز و دهن چسب، یعنی با شیرین هم باشه همچی که خوردی دهنت بچسبه، دهنت بسوزه از بس که داغه، دهنت هم بچسبه. چی دیگه؟ دهن سوز و دهن دوز، نمیدونم دیگه. بعد میگن سرطانم میاره. این از این. خب ممنونم. دوستی به نام اوستا تهرانی میگه درود بر شما، گل گفتید. خیلی ممنون. اون وقتا تو شیراز میگفتن که گل گفتی ولی یک کمی شل گفتی. حالا ما باید یک کمی محکمتر بگیم. و اما ترامپ شارلاتان باز هم دست به گل با آب داد. ماجرای دیروزه که امروز دیدم داشتن ماستمالی میکردن و امیدوارم که این مجموعه زمنان دروغاش هنوز یک سال نشده، چند روز دیگه مونده، 8 روز دیگه مونده که یک سال بشه، دروغاش از مرز 2000 تا گذشت.
دوستانی که به ترامپ دل بستید، اون خانم مرضیه آدمی که میگه عالی جناب ترامپ، واقعا ببخشید شرم‌آوره که شما به یک کسی که در کمتر از یک سال 2000 تا دروغ گفته شما بگید عالی جناب. بله خب، برجام ایران و آمریکا قرار بود امروز، یعنی مهلتش امروزه و من 4-5 ساعت که الان برنامه دارم، قبلش هم خب باید بری آماده کنی، کاغذها رو بنویسی، مهمونامون کیان. امروز دوتا مهمون داشتیم، آقای محمد رزاقی، یکی دیگه آقای منصور نظری، مهمون سوممون آقای احمدی، نصر احمدی. برنامه چهارممون آقای حسن ارشاد که به دلیل اینترنت ضعیف از ایران نه هفته قبل نه این هفته نتونستن ویدیوهاشون رو ارسال کنن و اینا یک برنامه و تدارک و اینها داره. در هر صورت من نبودم، اگه کسی از تا دندان اون مسلح، تا دندان خدا به دردتون بیاورزه، تا دندان میگفتن مسلح، الان دیگه تا سر، از دندانم گذشته، سرشون هم کلاه خود میکنن، پشت گردنشون هم اینجوری میپوشونن. و چرا میگفتن تا دندان؟ نمیدونم. در هر صورت خیلی چیزها هست که ما نمیدونیم، باید با هم یاد بگیریم. مرسی. خب بله، بشینن تا تا ماهواره ترامپ بر روی سرشون پرواز کنه. بله، تظاهرات و کسانی که جدید به شما میپیوندن. یادم سالها پیش دوستان این ماجرا، یادتون اون روز گفتم کم مونده بود که جنگ داخلی خارجی شروع بشه. یکی گفت آقا جنگ داخلی خارجی یعنی چی؟ گفتم یعنی جنگ ایرانی ها در خارج از کشور. من با آقای غلام ترشیزی، من از بس از اون ایراد میگیرم، اون بیشتر میخواد حمایت کنه مجاهدین و اون از من از بس ایراد میگیره، من بیشتر میخوام عیب مجاهدین رو بیارم بیرون و این میشه جنگ دیگه. حتی دیگه به چیزای شخصی هم دیگه هم به اصطلاح حمله میکنی. این شد جنگ داخلی، دو نفر ایرانی که خارج هستن، شد جنگ داخلی در خارج. ولی این ماجرای تظاهرات با اسمای دروغین، حالا ما نمیخوام بگیم آقای ارشیا کیا به اصطلاح عمدن نگفته بود که مثلا این طرفداران پادشاهی هستن، چون واقعا ممکنه حسن نیت دارم، حسن نیت داره، میگه آقا منم الان توی این موقعیت فکر کردم یه کاری بکنم. ولی آقای ارشیا باید از خودش سوال کنه، آقا شما 30 سال، شما پدر فامیلتون اینجا هستید، چرا یه سازمان ایرانی نیست که بتونید با گفتن اسم اون سازمان بگید که کی هستید؟ شما یه بیزینس دارید، خیلی هم اسم خوبی انتخاب کرده، پرژن سامتی، اسم داره، شماره داره، کارت چاپ میکنید، فیسبوک داره، ولی برای تظاهرات که میخوای ایرانی ها جمع بشن هیچ کی نیست. یعنی همین جوری تعدادی تصمیم گرفتیم بیایم اونجا، اینجوری کار نمیکنه. اینجوری نتیجهش اون میشه که حالا باید مال شماها خوب بوده، ویدیوهاش هم روتون نمیشه پخش کنی، عکساش دفعه دیگه هم خودتون از خودتون میپرسین که آقا برنامه بذاریم دفعه قبل که کسی نیومد. ولی نمیبینید از امروز بیاین ترابل شوتینگ کنید، و به اصطلاح ترابل شوتینگ ای بی آبی کنید، عیبتون چی بوده که کسی نیومده؟ آقای اردوان روزبه یه برنامه گذاشته، از قبلش به دوستانش گفته بود، دعوت کرد شب عید، قشنگ هر کسی رفت نفر $30 داد، شام خورد، موزیک گوش کرد، رقصید و عکسش هم گرفت اومد. برنامه، تدارکات، وسیله اینجوریه دیگه، همینجوری پشیم بیام. آقا یه شنبه بیام، جمعه بیام، شنبه بیام، جمعه و شنبه و یه شنبه، چرا 3 تا برنامه؟ تازه یکیش هم 2 تا برنامه توی یه روز، یکیش این ور خیابون بود، یکیش اون ور خیابون. چرا 4 تا برنامه باشه برای یه جامعه ایرانی اینجا؟ برای که دروغ میگی. سازمان مجاهدین میاد میره پشت یه اسم قایم میشه به نام جامعه ایرانیان آمریکایی، شورای ملی مقاومت، تا شورای ملی مقاومت هم نمیگن. اون یکی نمیگن طرفداران پادشاهی، نمیگن طرفدار سلطنت. بعد اونجا عکس آقا رضا میاد، آقا رضا کجاست؟ خب ایام عید دیگه این کازینوها هم برنامه های بسیار خوبی میذارن، نرخای ارزون، ایشون هم نیستش. حالا بعدم که میاد آقای نوری زاده، برید ببینید چه مصاحبه، صدا میزدن در مشهد، کجایی کجایی، اون آهنگی بود مال فیلم شهرزاد،
کجایی 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 آقای رضا پهلوی؟ گفتم مردک نوری زاده به این بگو صدا میزدن واقعا کجا بودی تنبل چرا نمیری؟ نه که بله. بعدم تعریف میکنه چقدر شما فارسی خوب حرف میزنی، باورتون میشه؟ فکر کنم یه دیر بوده پای منقل ننشسته بوده، وقتی داشت میمده یه نخودی انداخته دهنش تلخی. آقای نوریزاده خجالت بکش. به رضا پهلوی که همه عمرش به غیر از حرف زدن هیچ کاری نکرده تو میگی چقدر خوب حرف میزنی؟ تا بن دندان. آها اون بن دندان دیگه خیلی چیزه. اون وقتا تو داستان ها میخوندیم مثلا این حیوان ها وقتی میخواستن با هم دعوا کنن میرفتن میدادن نمیدونم آهنگر یا چیزی براشون دندوناشون رو سوهان میزده تیز میکرده که فردا برن. و دیدید که سگا یا حیوان های دیگه وقتی میخوان قبل از حمله دندونشون رو به شما نشون میدن. بعضی وقتا هم این دوستانی که تو فیسبوک دعوا میشون اینا حقیقتا داریم به هم دندون نشون میدید. آمریکایی ها انگشت نشون میدن. اونایی که فکر میکنن این فوشه، این فوش نبوده، حالا شده فوش. انگشت نشون میدن برای که قدیما با تیر کمون همدیگر رو میکشتن، بعدن اگه یک کسی جرمی میکرده همینجا هم انگشت قطع میکردن، همین توی اروپا و نروژ و اینا هم انگشتش رو قطع میکردن. بعدن طرف با یک کسی که دعواش میشده اگه میخواسته بگه ببین من هنوزم میتونم تو رو بکشم، انگشتش نشون میداده که یعنی ببین هنوز هستش. حالا من هیچ وقت تیراندازی اینجوری نکردم، اون زه و اینا رو با 4 تا انگشت میکشن یا با 1 انگشت میکشن. در صورت این دندون نشان دادن اینا همینه. بله میگه که آقای سوربی شنیدی که این سید دلغک ریستارت گفته من شاشیدم به مردم؟ من نشنفتم، ولی اگه گفته باشم به اون مردمی که به این گوش دادن باید همونم بشاشه. قبول نداری شما؟ اگه کسی به آقای ریستارت گوش داده، اگه کسی با حرف ریستارت رفته بیرون، اولا این کلمه ریستارت، این بدبخت مثلا رفته کامپیوتر، خیلی بی سواده با وجودی که ادا در میاره، خیلی آدم نادونی است. رفته دیده مثلا کامپیوتر گفته you must restart، گفته ریستارت بذاریم اسم جنبشمون ریستارت. ولی خجالت داره آقای بیژن فرهودی میشینه با این مصاحبه میکنه. آقای روح الله زم که من نمیدونم از کجا پول آوردن این تلویزیون نمیدونم بیان و کیان و فلان اینا راه انداختن، هر هفته میشینن با اینا و درجه نادان هم نیستن، دانایی هستن که برای پول خودشون رو فروختن. خود فروش همینه دیگه، میگه طرف خود فروشی میکنه حتما که نباید سوراخی باشه و چیزی باشه و اینها. اینجوری شما داری خود فروشی میکنی آقای بیژن فرهودی. من الان تو این برنامه میگم شما این برنامه های اخیرتون، آقا شما کیهان لندن با اعتبار با افتخار وایس آف امریکا، بعد شما بازنشسته هستی، شما حقوق داری میگیری، حالا یا پنشن میگیری از وایس آف امریکا یا تو انگلستان ماشاءالله ما که هر کدوممون 2-3 تا پاسپورت این ور اونور داریم، باباهای مختلف برامون چی میگن ملیت های مختلف گرفتن، حقوق میگیری. چه احتیاجی داری به این پولی که مردم بهت میگن آقا چجوریه که شما روزای جمعه فکل کراوات نمیزنی به خاطر که این بچه آخونده میخواد بیاد اونجا روح الله زن، بعد شما میگی نه روزای جمعه کژوال دیه. بیا ببینم برنامه قبلی هیچ وقت روزای جمعه شما کژوال بودی؟ دروغ میگی دیگه آقای بیژن فرهودی. 10 برنامه بیننده ها وای میسن، ولی وقتی دیدن آقا شما میای با سید دلغک مصاحبه میکنی، مردی که اصلا حرف زدنش برو ببین دوتا چی که میگه دوتاش علیه هم دیگن زد نقیز بماند. داشتم از اینایی که میشه به حرفشون اطمینان کرد، این یه جایی هست به نام مرکز ایرانی مطالعات سیاسی، بعد یه ویدیویی هست به نام ویدیوی ایران و اولویت منافع ملی. البته این دوستمون اونجایی که به منافع دینی رسید نتونست توضیح بده، گفت بعضیا میگن خب منافع دینی هم داریم، نتونست توضیح بده، هی شاخه به شاخه پرید. در صورت توضیح خیلی خوبیه. بعد دیدم که در قسمت دومش آقای مهرداد خانساری که یکی دو بارم مهمون برنامه ما بوده و من قبلا سر اون ماجراهای سردار مدحی و اون آقای جهانشاهی بود کی بود به اصطلاح میگفتم اینا هم یک جنبش بی خودی هست و دنبال پول هستن از این ور اون ور بگیرن،
ولی بعد وقتی با ایشون مصاحبه کردم دیدم این آقای خونساری آدم منطقی هست. این ویدیو رو هم من ضبط کردم توی برنامه تلویزیون مردم نشون میدیم، روی فیسبوک هست و دیگه خودتون به اصطلاح جویا بشید و به نظر من ویدیوی جالبیه. اینم از این. و اما این دوست آخوندی که ما اون روز اسمشو گفتیم و اینها، هنوز اون ماجرای تظاهرات رو یادم نره بهتون بگم، دوست آقای هادی گلی کلیشمی، بهش گفتم آقا هی به من میگن خب این آخونده که اینجوریه بیاد صحبت کنه. به ایشون گفتم هفته آینده به احتمال 99% روز چهارشنبه با من و شما خواهند بود. و اما روز جمعه هفته آینده با اون دوستی خواهم بود که طرفدار پادشاهی است و طرفدار چیه این ایران، رنسانس ایران. والا این به نظر میرسه که این میدونید مثلا بعد از 9 ماه باید زاییده بشه، این نوزایی ایران به نظر میرسه که زاییده نشده. حالا امیدواریم که این مادر سر زا از بین نره. و وقتی این دوستمون میاد بهش گفتم که شما با دوستان تو صحبت کن، گفت من سال 2013 از اون شورای ملی استعفا دادم. آقا وقتی یک کسی استعفا میده از یه شورایی، وقتی که به خاطر باورایی که داره مردم رو تشویق میکنه میره اونجا، بعد که فهمید اینا دروغش گفتن، حالا وظیفشه که بیاد بگه اینایی که اینا گفتن دروغه. اون آقای خسرو فرهور کیه یا امید دانا، اینا این کارو کردن، همه هیجان زده دویدن رفتن که حالا آقا رضا میشه پادشاه، ما میشیم وکیل و رئیس و کت خدا. بعد دیدن نه آقا جلوتر از اینا کسای دیگه هستن، مفخورا همه تو صف وایسادن، یکی یکی اومدن گفتن که آقا اصلا انتخابش هم درست نبوده. وقتی که 300 نفر یه جای جمع میشن انتخاباتشون دروغینه، اینا اگه رفتن ایران 80 میلیون نفر برای شما انتخابات درست اجرا میکنن، باش تا صبح دولتت بدم. و اما اون آخوندم هفته آینده آقای بهرام خسرو بهرامی یه پیغامی گذاشتن، من روز قبل به اصطلاح روز چهارشنبه تو برنامه تا پخش کردم، گفت این برای خودتونه. بعد از برنامه وقتی گوش دادم دیدم آقا شما که انقدر به این قشنگی توضیح دادی، حتی تو اون برنامه قبلی اگر منم اشتباه کردم عدد و رقم و اینا رو گفتم، حالا توضیح دادی، چرا میگی برای خودتونه فقط؟ این ماجرای برای خودتونه بابا غلط کردیم. ما گفتیم اگه برای خودمونه همون اول بگید تا پخش نکنیم. نه آقا وقتی زنگ میزنی اینجا، خانم وقتی زنگ میزنی اینجا، این پیام دیگه مال ما هست، ما حق داریم. مثلا یه دوستی زنگ زده میگه من دوست دارم هفتگی اینپوت بدم یا مای تیک یا نظرمو بگم، ولی پیامگیر شما 3 دقیقه بیشتر ضبط نمیکنه. خانم هر تلویزیونی، آقا هر تلویزیونی، هر کامپیوتری این روزا خودشون ریکورد میکنن، با میکروفون اینا ضبط میکنن. شما پیامت رو با تلفن دستی ضبط کن، 10 دقیقه، ربع ساعت، 7 دقیقه برای من بفرست. حالا همه اینا امکان نداره، شما با همین تلفن کوفتی ما میخواین 3 دقیقه صحبت کنید کمه. شما آماده کنید یه ساعت بذارید جلوتون، نوشتتون هم اینجاست، و یه بار بدون تلفن زدن بخونید ببینید از اینجا تا نصف که میخونید مثلا میشه 4 دقیقه. خب تا اینجا بخونید که بشه 3 دقیقه، بعد اینجا یه ستاره بزنید، وقتی رسید به اینجا ساکت بشید، دوباره زنگ بزنید از اونجا بخونید. ما بلد نیستیم، اصلا کارهای سازمانی بلد نیستیم. چجوریه اگر اون موقع مثلا تلفن 3 دقیقه اگه میزدیم مجانی بود به یه جایی، بلد بودیم بریم 6 تا 3 دقیقه زنگ بزنیم به فامیلمون چون مجانیه. ولی حالا برای که یکم باید وقت بذاریم، یکم باید دقت بذاریم، تنبلیمون میشه. بعد باور کنید 3 دقیقه خیلی زیاده. حالا من اگه یه وقتی فرصت بشه یک مطلبی رو میام مثلا تو 3 دقیقه براتون میگم، نمیخوام تند بگم که اصلا معلوم نشه تو برو که من اومدم، تو برو که من اومدم، نه، ولی 3 دقیقه زمان زیادیه. یه وقت برید بشینید روبرو آینه 3 دقیقه وقت بگیرید، نگاه خودتون کن ببینید چه زمانه، اصلا چی میگن بی نهایت میشه. اما این الان هم میگن که شبکه بیان داره میره رو آنتن. یه مدت پیش این آقای مینویی، خیلی مرد خوبیه، انسان شریفیه، اینم چون معلم بوده و اینها، ولی خب یه جورایی تمایل به پادشاهی داره، به من گفت آقای سوربی من میخوام برم تو تلویزیون کانال 1 چون اونا رو آنتنن میرن ایران. گفتم آقا این همه رفتن رو آنتن، چه تاج گلی به سر ایرانی ها زدن که حالا شما میخوای بری؟ رفتن رو آنتن، خود تلویزیون اینترنت، خود تلویزیون بحثش، این تیمور لنگ بدبخت
هفته 45 دقیقه بهش وقت داده بودن، بالا و پایینش بسته بودن که نتونه نه حرف بزنه نه بادی از خودش در کنه، یعنی دیگه نمیتونه حرف رضا شاه بزنه، رضا پهلوی بزنه اینا. اینم رفت اونجا تلویزیون بسته شد. آقا قربونت برم آقا مجید، گیرم که حالا اینم رفت رو آنتن. این چی میگه که اگر رفت رو آنتن، اینا حالا چون شلوغ شده میخوان یه پولی بگیرن، هی میرن اینجا آقا پول بده ما میخوام بریم رو آنتن. رو آنتن چی میره؟ آنتنای وقتا رو یادتون نگاه میکردی کلاغ سیاه نشسته بود رو آنتن، وقتی هم کارش تموم میشد فضلش مینداخت بلند میشد میرم یه جای دیگه دنبال چی؟ یه پنیر دیگه، روزی کلاغی پنیری به دندان گرفت و پرید، روباهی آمد و اینها. این آنتن چه کوفتی شده؟ آنتن دیگه بابا مال قرن، به قول این مجید که گفت ایمیل مال قرن بیستم بود، آنتن مال قرن بیستم بود. الان اینترنت، تلفن دستی شما، این تلفن تو بگیر هر چیزی میخوای توش پیدا میشه. دیگه اصلا کسی اینجا پول کیبل و تلویزیون هم نمیده، همش با تلفن با اینترنت و سلام. حالا بذار برم ببینیم چی میشه. آقا برن ایران آزاد کنه، ببینم آقای بیژن فرودی از انگلستان از زیر دامن ملکه میاد بلندش بره ایران زندگی کنه، ببینم آقای زم، روح الله زم که حالا اومده دو تا کشور دیگر رو دیده، حاضر برگرده ایران به عنوان پسر آیت الله فلانی زندگی کنه. آقا بیاین صادق باشیم، بگیم که ما اگه ایران گلستانم بشه ما نمیریم ایران، یا اگر فلان رژیمم بیاد من دیگه ایران برو نیستم، دیگه سنی نمونده عمری نمونده از اون. همش میگن چی میشه من برم ایران بمیرم. پتی گو آقا مگه ایران قبرستونه؟ گفتم آقا مردن تنها نیست، وقتی مرده رو توی خاکی دفن میکنی این پوست و گوشت و استخوان به این خاک مثل کود نیرو میده. گو آقا مرده شور این کودشونو ببره، کودشون هم بده در حسن. بله اون دوستمون راجب نروژ و مگه نروژیا دیوونه هستن که بیان آمریکا صحبت کرد، ضمن اینکه ترامپ حتی کلمه نروژ رو هم غلط گفت، گفت نورمی. میدونید اصلا این استاد غلط گفتن اسم کشورها کلمات، گفتم بهتون به اندازه بچهای کلاس چهارم. خب بچه کلاس چهارم شما اگه ببریش تو دانشگاه بگی ببر اینا صحبت کن، معلومه که غلط غلط میگه، ولی تو کلاس چهارم برای خودش اوکی. خدا دیگه کم کم باورمون به خدا داره زیاد میشه، بلکه خدا بیاد ما رو از دست این نجات. و اما راجع به تظاهرات داشتم میگفتم، این تظاهرات خب کسایی که مثل ما چهار نفر میشناسنشون، آقای ناصر رحیمی زنگ میزنه یا چی میفته سرمی جان ما دو تا اتوبوس گرفتیم شما بیای خوشحال میشه. چه روزیه؟ اون میگه یه شنبه است. اون یکی دیگه میگه آقا کی میای شنبه؟ اولا هر کدومشون میگن شما چرا نیومدی، میگم من اونجا بودم. میگه ندیدمت. میگم ماشاءالله از بس جمعیت اومده بود تو منو ندیدی. میگه نه آقا کسی هم نبود. میگم تو خودت الان گفتی 3000 نفر اونجا بودن. ببین چون دروغ میگن آقا شما بهشون دروغ بگو خونسا میشه. بعد آقا من سرما ویکند که میخوام برم سر کار بلند شم بیام اونجا برای چی؟ هدف شما چیه؟ هدف شما چی بود؟ برنامه‌تون چی بود؟ پشتیبانی از مردم ایران. مردم ایران they hate you، یعنی از شما متنفرن. یه مشتی آدم ترسو ایران رو موقعی که بهمون احتیاج داشته ول کردیم، فرار کردیم، چیزایی رو که تونستیم ورداشتیم اومدیم، همه هم اینجا میگیم آقا من با 20 دلار اومدم اروان ننه نمیدونم قاب عکس خونت هم آوردی با خودت، بعد میگه ما رفتیم مردم رو سپورت کنیم. این سپورتی هم که شما میکنید با همون عکسای این اولولکایی که نشون میدید، اولولک شما هم میگین اولولک، مترسک رو میگفتن اولولک تو شیراز، وقتی یه چوبی رو با یه کوت کهنه کشاورز میذاره سر لته یا سر فارم یا سر مزرعه بهش میگفتن اولولک سر لته. شما وقتی یه عکسی میارید عکس رجبی مرده، وقتی یه عکس میارید عکس آقای رضا پهلوی، عکس مال 30 سال پیشه، حتی یه عکس الان ازش نگرفتید که موها سفید دماغم ماشاءالله اینقدر بزرگ، بیچاره یکم دلم برای دختراش میسوزه که اونم دماغا رو از این گرفتن همه باید برن جراحی بمانن. خب معلومه کسی نمیاد. خانم شهناز خزعلی میگه که ما ملت احمقی هستیم. نگید این حرفو خانم، نگیدین. شما هفته قبل این ملت رو ستایش میکردی، امروز میگی ما ملت احمقی هستیم. بگید من احمقم،
بگید سربی احمقه، بگید خودم احمقم. 80 میلیون نفره که نمیشه یه دفعه توی یه جمله بنویسیم احمقن. آخه این کجای دنیا رسم اینجوریه؟ برگردیم باز به تظاهرات. این تظاهرات هر کی من گفت آقا نیومدی، میگفتم بودم بابا تو منو ندیدی؟ گفت نگفتم ماشاءالله از من زیاد بودم. بعد خودش خجالت میکشه. یه زمانی این آقای ملکوتی که یکی از پر و پر قرص ترین طرفدارای رضا پهلوی بود و وقتی که برنامه من شروع شد هی گوش داده بود و اینا، یه دفعه تلفن برداشت و زنگ زد گفت آقا من شما منو عوض کردی. گفتم چطور؟ شما که این همه تجربه داری. اینا گفت نه، شما حقیقتای گفتی که من دیدم. من 40 سال علکی دنبال اینو باباش و اینا بودم و خلاصه. بعد یه دفعه تظاهرات بود، نمیدونم من برای چی بود، حقیقتش یادم رفت. به من گفت بیا بریم خونه من، اینجاست، خونه ایشون اونوره، یعنی نزدیکتر از خونه فیلا. بعد گفتم باشه با یه ماشین میریم، چون این واشنگتن وقتی میری با 40 دلار پول پارکینگ بدی، ترافیک اینها، و بعضی وقتا دو نفر اگه داخلش باشین شما تو این خط میرین که HOV میگن. در اصل با ایشون ما رفتیم اونجا. همچین که پیاده شدیم یه خانمی الان دیگه فوت شده تو این منطقه بود به نام خانم شهین دهیمی قفوری. هر وقت به این میگفتی خانم دهیمی، میگم من دهیمی نیستم، شوهرم دهیمی بوده، طلاق گرفتم، به من بگید قفوری. هر وقت میگفتیم خانم قفوری، مثل که اون موقع چک مرگ شوهرش مثلا اومده بود، میگم من دهیمی هستم. خلاصه تا روزی که این مرد من نفهمیدم این شهین دهیمی قفوریه یا شهین دهیمی قفوری عظیم. بالاخره این اینجا یه مدرسه ای را انداخته بود و اینها، ولی طرفدارش سفت و سخت رضا پهلوی بود و ما چون اومده بودیم حقیقت رو گفته بودیم که آقا سوگند خوردی بیا پاش وایسا، ایشون شده بود دشمن ما، ولی روش نمیمد بگه دشمنم. همچنین که ما پیاده پارک کردیم، اونا هم اونجا پارک کردن، پیاده را افتادیم که از این خیابون بریم اونجا جلو، نمیدونم حالا ساختمون مثلا چیز استیت وزارت امور خارجه. برگشت گفت آقای سربی شما اینجا چه کار میکنی؟ برگشتم با آقای ملکوتی گفتم دیدی بهت گفتم اینا خر همون خره، فقط پالونشون عوض شد، لباسشون اینجا شیکتر شده، و الا اینا همون ازگلا، همون عقب افتاده ها هست. حالا روز جمعه است، امیدوارم که خانم شهین دهیمی یا خانم شهین قفوری یا خانم شهین دهیمی قفوری تو قبر اینجوری چرخ نزنه و راحت بخوابه. بله، میگن که خانم شهناز لطفاً چند آدمیزاد اپوزیسیونی معرفی کنید که سرشان به تنشان بیارزد. ایشون نوشته جناب راستین یک نفر را هم نمیشناسم. چقدر حرف درستی شما گفتی. منم حرفم همینه، میگم وقتی ما 30 سال اینجا یه نفر رو نمیتونیم بگیم این کارش درسته، ما باید خفه خون بگیریم. بعضیا به خفه خون میگن، خفه خان غلطه، خفه خون بگیریم. به ایرانیه نگیم بیا دنبال من که خودم نمیدونم دنبال کی برم، یا بیا دنبال من که برنامه ای ندارم. اون روز به ارشیا کیا گفتم آقا شما بیا جلو بگو من اینجوری برنامه میخوام برم. گفت نه آقا من که نمیدونم تو ایران نیستم فلان. نگفتم نکنید، دیدید اون آقای غلامی، فردا فیسبوک های من را سیاه کنید. حالا فیسبوک شما دیروز سیاه شد، چه اتفاقی افتاد؟ بابا خانم، آقا، جوون، پیر، وقتی شما پاتو از خونه میذاری بیرون این عمله، منتظر عکس العملی، عکس العملش اینه که بری سر کار پول بیاری داخل، یا بری بیرون بری ورزش. همین جوری که آدم نمیره بیرون، بری بیرون ماشین میزنه بهه، همینجوری بی خیال. باید برنامه داشته باشی. این یکی میگه مشکی کنیم، اون یکی دیگه میگه بیاین فردا نمیدونم چه لباس مشکی بپوشیم. آخه کی براش مهمه که تو مشکی پوشیدی یا نه؟ آخونده مثلا میگه آخ این آقای سعید غلامی فیسبوکشو سیاه کرد، دوستان دیگه تموم شد، جمع کنید بریم. دیدم یکی نامه نوشته، یا آقای جابر کلیبی امروز یک ویدیوی خانمش شاعره شعر فرستاده بود، بعدم میگه پخشش کنید و به دوستان هم بفرستید. میگم آقا این همه پخش کردیم، این همه ارسال کردیم، اسهال گرفتیم، چی شد؟ خب شما بگو آقا اون نامه رو پخش کردیم منجر شد به این تظاهرات. همتون نشستید رفتید دنبال کارتون، همچون که تظاهرات شد شما دنبال مردم رفتید. بعدم مردم نگاه کردن دیدن شما دنبالشونی، گفتن آقا ما نمیخوان. صد رحمت به همین آخوندهای دوز، این پدرسوخته های یه سری قبلا دوزیدن، یه سری هم حالا میخوان بدوزن.
برید آقا، برید دنبال کار زندگیتون. اجازه بدید من این تلفن رو بردارم. حالا چه آقای نصر احمدی پیاماش گفته باشه من میام، چه گفته باشه من نمیام، چه گفته باشه من هستم من نیستم، اون ماجرای جوکی بود که سه نفر کار میکردن، یکی لوله، دو نفر داشتن کار میکردن، یکی زمینو میکند اون یکی زمینو پر میکرد. یه نفر اومد رد شد گفت آقا من نیم ساعت دارم نگاه شما میکنم، این چه کاری، شما یک کانالی رو میکنی، اون یکی میاد گفت قربان ما سه نفریم، یکی میکنه، یکی لوله آب کار میذاره، یکی پرش میکنه. امروز اونی که لوله کار میذاره مریض نیومده، ما کار خودمونو میکنیم، این میکنه منم پر میکنم. حالا ما هم همینجوری، حالا ببینیم بگه لوله کشمون بیاد یا نه. بله خیلی ممنون دوستان، روی فیسبوک خودتون با همدیگه گفت و شنودی داشته باشین، ولی به نظر من این ماجرای فیسبوک، حالا دوستمون میگه خب خوبه زنده هست و اینا، هم حواس منو پرت میکنه، هم اگه من بخوام به شماها هی گفت و شنود داشته باشم، مثلا ما ایرانی ها اول میگیم سلام، طرف میگه سلام، میگه حال شما خوبه، میگه بله ممنونه، حال مادر پدر اونا خوبه، هی این یک کلمه میشه 6 تا 8 تا 10 تا 20 تا 30 تا، آخرش میبینید دیگه داریم برای همدیگه کتاب میخونیم. در هر صورت من از دو سه روز پیش که گفتم به دلیل اینکه نزدیک به 20,000 نفر روی لیستای مختلف دارم، تصمیم گرفتم به هیچ کدام جواب ندم به غیر از ایمیل یا تلفن. حالا آقای خوشنودی شما اگر تنبلی، اگه ایمیل تو گم کردی عذرت موجه نیست، تلفن هست 202 الان هم اینجاست 695-2573، زنگ بزن، پیام بذار، پیامتو تو برنامه آینده پخش میکنم. در صورت آقای خسرو بهرامی درباره بیمه اینجوری توضیح داد، گفت آقا من گفتم با وجودی که مثلا این نفتا 60 میلیون ارزشه، ولی شرکت بیمه 22 میلیون بیشتر بیمهش نکرده. مثل این میمونه که مثلا من یه ماشین رویز رویز بخرم، به جایی که برم به بیمه های معتبر لویدز و نمیدونم فلان بیمه بخرم، برم به یه شرکتی بگم من بیمه میخوام، میگه ببین این برای تو رویز رویزه، برای من یه ماشینه و من مثلا 30,000 دلار بیمهش میکنم. اون من فکر کنم ایشون میگه 22,000 دلار، 22 میلیون دلار ازشون گرفتم تا 60 میلیون دلار بیمه کنم. در اصل عدد دیگه ای که ایشون گفته بود 1100 اینها، میگه که میدونی که من تو آلمان بودم دوستان، تو آلمان وقتی هم من رفتم یاد زورخونه افتادم، تو زورخونه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میگن، به 10 که رسید مرشد برای که براش آسون باشه همون 10 رو میگه، 10 1 و 10 2 اینجوری، یعنی 11 12 13. آلمانی ها اینجوری حرف میزنن، چرا من نمیدونم، یک کسی که وارد گرامر آلمان اینا رو خونده بیاد بگه. مثلا به جای 68 میگن 8 و 60، به جای خلاصه آقای خسرو برنامه میگه من بعضی وقتا چون آلمانی برنامه رو گوش میکنم اینجوری فارسی میگم اشتباه میشه. اینم توضیح بود که من ترجمه کردم، شما چرا به اصطلاح نیذاشتی ما اون پیام رو پخش کنیم. دوستان عزیز ساعت 3:01 است، اجازه بدید ببرمتون پهلوی آقای دکتر نصر احمدی و شماره تلفن ایشون خیلی آسونه، اگه من بتونم بعد 818 شما بنویسید یادداشت کنید، این ایریا کد کالیفرنیا است 201، برای این 201 هم یه چیزی گفت ایشون، و 57 سالی که ایران انقلاب شد، 79 سالی که ایران انقلاب شد به چی؟ به میلادی. مثلا ببین این میارم نزدیک، این صدا میده، خب میارم این وقت دورتر. بله ببینیم هستن. آقای نصر احمدی سلام، سربی هستم. سلام میکنم دوستون، بخیر جناب سربی، من چند پیغام کوتاه فشرده براتون گذاشتم. منم شکایت شما رو به بینندگان کردم، گفتم آقای نصر احمدی میدونه که من برنامه دارم و روزایی هم که برنامه ندارم تو استودیو، ولی برای من هی پیام میذاره که آقا قبلش با هم صحبت کنید، اگر یه وقت خدای نکرده نمیتونید امروز وقت ندارید خب به یه وقت دیگه میذاریم،
اگر نه من به دوستان چون قول دادم و دو سه بارم تو برنامه‌های دوشنبه و چهارشنبه گفتم که امروز با شما هستیم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان، ضمناً هیچ کدوم از دوستای شما اون لینک اون ویدیو اینها رو برای من متاسفانه نفرستادن، لینکی که یه ویدیویی یه نفر به دروغ آمده و درباره شما صحبتای کرده بود که شما می‌خواستید امروز درباره اون صحبت کنید، ولی می‌خواید فعلا اون رو ول کنیم. شما درباره این ماجراهای اخیر ایران، درباره این سودجوهایی که یکی یکی، یکیش از قبرستون پیدا شده، یکیش نمیدونم از خونه ویلایی تو مریلندش پیدا شده و هر کسی خودش رو فرمانده قبیله میدونه ولی هیچ کس نیست دنبال اینها باشه، صحبت کنید یا هر موضوع دیگه‌ای که می‌خواید، این وقت در اختیار شماست. بفرمایید. بی‌نهایت سپاسگزارم. از قضا پیغام کوتاهی که من گذاشتم، پیغام‌های کوتاهی که من گذاشتم فقط این بود که جناب سردی با من تماس بگیرید و نه بیشتر. فقط می‌خواستم راجع به همون مسئله فحاشی آدم مجهول و به قول آقای رضا پهلوی طرفدارانش خودش میگه جعلی را یا همین چیز اصطلاح کامپیوتری رو به کار می‌برن، مجازی. بله. مجازی. ایشون میلیون ها طرفدار مجازی داره ولی آدم های حقیقیش کمتر از هزاره. البته من آمار دقیقی ندارم ولی تقریب کمتر از هزاره به طور قطع و یقین، یعنی کسانی که در صحنه میخوان باشن. برو مطلبی که فرمید، ببخشید شما میگید هزار، من میخوام بگم که آقای احمدی به زمان دیگری. بله. و اما چون اولویت با همین مسئله هست که فرمودید که هر کسی خودش رو کد خدای ده الان معرفی میکنه، خیلی خوب، دغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسدیسان. شما آیا یک بار شنیدی که آقای رضا پهلوی به یک کشور مرزی بره، یعنی ترکیه یا پاکستان؟ نه. خیلی خوب، شما شنیدید که آقای رضا پهلوی یک خطر یا ریسکی بکنه؟ هرگز، هیچ وقت این کارو نکرده. البته خب تربیت و ژن هم تأثیر داره، اما بگذاریم. بر روی مردم انقلاب کردن، الان هم 40 سال از انقلاب میگذره. از سال دوم هم در پاریس اپوزیسیون درست شد. ما آقای سردی همیهنان گرامی، البته پیش از این من سلام عرض کنم خدمت همیهنان گرامی، خدمت شما و امیدوارم شادی و تندرستی برای هر ایرانی پاسرشتی که به اندیشه انسانی و ایران فکر میکنه در هر کجای جهان باشه. جناب سرمی هم نهنان عزیزم، از انقلاب فرانسه به این طرف تقریبا 230 سال، 229 سال دقیق میگذره. همه اپوزیسیون جهان از اون روز تا به حال، نه تعدادش به اندازه تعداد اپوزیسیون ایرانی بوده، نه پول و سرمایهش به اندازه اپوزیسیون ایرانی بوده و نه بلندگوش، یک دهم یا یک پنجاهم بلندگوهای اپوزیسیون ایرانی هستند یا بودند. اونا فقط یه شبنامه داشتن، تازه شبنامه دور از انظار پلیس به در و دیوار میچسبوندن و همه سواد خوندن و نوشتن هم نداشتن و با شبنامه ها تونستن حکومت های ظالم و ستمگرش رو از صحنه بردارن. اما چرا جمهوری اسلامی قوی‌تر به اپوزیسیون بی‌اعتبار؟ چون اپوزیسیون ساختگراست، چون اپوزیسیون مردم میدان کاری نداره، چون اپوزیسیون 40 ساله نگفته چه میخواد. آقای سرمی بارها و بارها از زبان من شنیدی در رادیو تلویزیون های مختلف در برنامه خود شما بارها گفتم من مشکلم، دشواری من با رهبران سیاسی در دو جمله بیشتر نیست. یکی که باهاشون هماهنگم پس مشکلی من ندارم، اونها میگن نمیخوای. من باور کنید آقای سرمی پیشگام نخواستنها بودم در شور جوانی زیر 25 سال در پاریس. خود من مرام نامه بازگشت پادشاهی به ایران بارها و بارها، شاید 1000 بار در رادیو تلویزیون های مختلف، اون زمان که همه رادیو تلویزیون های فارسی زبان برنامه سیاسیشون در اختیار من بود، بارها این مطلب رو گفتم. من پایه‌گذار برگردوندن پادشاهی به ایران بودم و خود من مرام نامه رو نوشتم. باور میکنید آقای سرمی، هم الان هم که با شما صحبت میکنم 80% مدعیان سیاسی ایران فرق اساسنامه و مرام نامه رو نمیدونن؟ این باور میکنید؟ میفهمم. بله.
باور میکنید 99% گزارای موفق اساسنامه با مرام نامره میدونن؟ باور میفرمایید شاید 100% نه 0.5% شکم بکنید از وزرا، سناتورهای ما، نمایندگان پارلمان ما، جامعه شناسان ما، حقوقدانان ما قانون اساسی مشروطه را نخوندند، اگر هم خوندند نفهمیدند. اگر هم 1% فهمیده اون پست و میز و ترس محمد رضا شاهی لب باز نکرده. سوگند میخورم در پیشگاه همیهنانم، به آفریننده سوگند میخورم اگر نصر احمدی از سال دوم سوم ورودش به پاریس قانون اساسی مشروطه را دقیق میدونست، اعتراضش رو به شخص محمد رضا شاه میرسوند. اولا آقای سوربی مشروطه از آن پهلوی نبود، مشروطه رو که قاجار درست کرد، مشروطه رو که امضای مظفرالدین شاه زیرش هست، مشروطه رو که داستان استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس و ترور محمد علی شاه و لشکرکشی روس و انگلیس و به زعامت آخوندها و دلالی سیاست مداران، مشروطه که در دوره قاجار درست شد، چرا پهلوی نیاز خارش شد؟ آقای سوربی شما شنیدی تا به حال؟ میدونم خب کتابی در این زمینه کمتر نوشته شده، اگر نوشته شده باشه اون کار تخصصیه. شما تا به حال شنیدی که قانون اساسی پیدا بشه در دنیا که اسم توش بیارن؟ نیست، در کره ارض نیست. اما قانون اساسی فاسد مشروطه، یک دوست دانشمندی به من اصرار داشت، گفت تو رو خدا مشروطه خواهان رو فاسد حساب نکن، اما قانون تو بخوای فاسد بکنی اعلام بکن. گفتم دوست عزیز چون دست انگلیس در کاره نکنم، چون انگلیس مشروطه رو درست کرد نکنم، پس وجدان میهن دوستی کجاست؟ وجدان میهن خواهی کجاست؟ مگر نه اصل 36 قانون اساسی و مشروطه رو آقای رضا شاه بعد از اینکه به قدرت رسید سال 5 برداشت نوشت که سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت و مجلس مؤسسان به شخص اعلی حضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تحویل شده و در عقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود. خب این که میشه سیاسی؟ این کجاست قانون اساسیه؟ شما یه آدمی که حقوق خونده باشه، دکتر حقوق باشه، دکتر جامعه شناسی باشه، این دو رشته شما پیدا بکنید در دنیا، تخصص هم نمیخواد تو قانون گذاری، خب باید بری دنبالش، کسی نیست. ما ایرانی نداریم در این رشته. البته اگر دوستان شخصی من آزرده نشن، من متخصص قانون گذاری هستم، تنها ایرانی در این کار و تنها متخصص حکومت شناسی هستم در این کار، تنها و تنها. شما برید پیدا بکنید یه دکتر جامعه شناسی رو بپرسید ازش، بگید آقا قانون اساسی اسم توش نوشته شده، آیا این اسمش قانون اساسیه؟ هر زورش به شوهر مادرش نمیرسید، میگو بابا. خب ملت زورش به رضا شاه نمیرسید. شما میدونید رضا شاه یکی از دیکتاتورترین پادشاهان کره ارض بوده است، این جمله دکتر نصر احمدی است. اگر کسی غیر از این مدعی است این گوی به این میدان. آقای سرمی من از شما تمنا میکنم اگر کسی پیدا شد دعوتش کنید به تلویزیون، من هم حتما میام واشنگتن رو یا رو در تلویزیون که به کامپیوتر و کاغذ و سند اینها مراجعه نکنه، رو یا رو هر بشر دوپای ایرانی از 85 میلیون یک نفر پیدا شد و آمد گفت خاندان پهلوی قانونی بر سر کار آمدن و نه انگلیس آنها را آورد و کارشون قانونی بود و مشروطه هم قانونی بوده، اگر کسی اینو ثابت کرد خیلی خوب، من میام اونجا و داوری بر عهده دانندگان. آخه مگه میشه در قانون اساسی اسم بنویسید؟ شما چرا اصل 48 قانون اساسی رو محمد رضا شاه سال 1328 دستکاری کرد؟ اونجا که عصر 48 آمده گفته، یعنی زمان مظفرالدین شاه آمده گفته که اگر 2/3 آراء مجلس بزرگ یعنی مجلس سنا
آمد برای انحلال مجلس شورای ملی تقاضا کرد و وزرا هم پیشنهاد دادند، یعنی همه هیئت دولت. انحلال مجلس شورای ملی از سوی شخص اعلی حضرت اعلام میشد، یعنی ملت کشک، یعنی ملتی تا اینجا تقریبا انسانیه، تا اینجا تقریبا 20% قانونیه. اما وقتی محمد رضا شاه در اردیبهشت 1328 می‌نویسه که انحلال مجلس یا هر یک از مجلسین از سوی شخص اعلی حضرت در آن واحد، کلمه آن واحد رو اضافه کرد، میسر است، یعنی اومدیم شاه بازارش دعوا کرد، صبحونه بعد بهش دادن، عصبانی بشه مجلسین رو ببنده، یعنی ملت هیچ، یعنی قانون هیچ، یعنی اون دستگاهی که خودش میگن مشروطه 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 خونبها خون ریخته، یه دوست دانشمند دیگری از من میخواست که آقا تو رو خدا به جای مشروطه ننویس و چیزی نگو، خونبها از خون دادن، گفت خب پس انقلاب اسلامی خون دادن پس چی نگی، پس چی دوست دارم میاد خونتو غارت میکنه، احیانا تیر بهش نندازی میذاری خونتو غارت کنه ببره، آخه این چه استدلالیه، ما گیم اون عذاب بکشیم برو پدر ملت، آخه این چه داستانیه، از کی تا به حال این داستان آمده، جز برای ایران، جز برای ایران، جز برای ایران، از پیدایش ایران تا به حال ستمگری در ایران بوده. آقای سروی همیهنان عزیزم، قوام سلطنه در تبعید بود، تبعید پاریس، چون مهدور دمش کرده بودن و مصادره اموال، این مهدور دم و مصادره اموال مال جمهوری اسلامی نیست، قبلا در تاریخ ما بوده، یعنی دوره محمد رضا شاه در تاریخ ما این مصادره اموال و مهدور الدم آمده، مجلس شورای ملی به دستور محمد رضا شاه تصویب کرد که احمد قوام سلطنه مصادره اموال و مهدور الدم است. خب چه چند ماهی پنهان بود خونه دختر برادرش و سرانجام آمد به پاریس. حالا مگه قوام یکی از اونایی شنید آقای سربی یک تلگرامی به شاه کرد و نامه سرگشاده، یعنی درست 8 روز بعد نوشت آقای شاه کاری را که محمد علی شاه قدار بند و شمشیر کش جرأت نداشت به میان آورد و پدرت هم جرأت آوردن بر زبان را نداشت، شما آمده اید نوشتی در آن واحد شاه میتواند مجلس یا حرکت مجلس را منحل کند، من یقین دارم، گمان که نه، یقین دارم که شما این تاج را به زمین خواهید گذاشت و از این مملکت بیرون خواهید رفت. 28 اردیبهشت 1328 احمد قوام سلطنه پاریس، این نامه در بیشتر کتاب ثبته. آقا سلطی وقتی مملکت مالی یه نفر باشه خب بهتر از این نمیشه، شما مملکت دست یه نفر میدید، یه نفر ناشی، یه نفری که به اون بشته در کتاب نخونده، کدام خانواده پرویر شما میشنسید دو تا کتاب خونده باشه، رضا شاه خب بیسواد بود، خب این توهینی بود که انگلستان به ملت ایران کرد، یه آدمی رو از بیابون سرباز خونه بیابون برداشت آورد نخست وزیر کرد، فاجعه بشریه، پادشاه اگر بیسواد باشه خیلی مناطی نیست، چون همه پادشاهان دنیا حتی اروپا وقتی آمدن سردودمان شدن بیشترشون خوندن نوشتن بلد نبودن، رضا شاه هم یک. اما در کجای جهان ما نخست وزیری بیسواد داشتیم؟ آقای سروی جواب منو بدید، آیا شما کسری در کره ارض میشناسید؟ حتی در ایران خودمون پیش از رضا شاه آیا میشناسید یک نخست وزیری بیسواد بوده باشه؟ نه معمولا نیست، نه معمولا به طور قطع یقین وجود خارجی نداره، چرا چون آقای برمان میخواست، چرا چون لورد کرزن میخواست، چرا چون پادشاه انگلستان میخواست، بله لورد کرزن در نامش به آقای نورمان میمیشد آقای نورمان، چون ایران دیگه وقتی قاجار رفت هیچ وقت دولت انگلستان تا زمان محمد رضا شاه سفیر به ایران نداد، سفیر جبیر وزیر مختار میداد یه درجه پایین تر، هیچ وقت دیگه سفیر نداد، سفیر به تهران نفرستاد، وزیر مختار میفرستاد یه درجه پایین تر، یعنی کنسول، وزیر خارجه به آقای نورمان مینویسه لورد کرزن، لورد بوده یعنی بعد از شاه مقام لورد در انگلستان بعد سهره، ایشکی مینویسه آقای نورمان چنان مشتی خودت و
نظامیانت و سیاستی که در دستداری و دولت انگلیس دولت فخیمه اعلیحضرت شاهنشاهی پشت سر شماست، چنان مشکی به صورت این نصف دوله پخیوز قاجاری مدعی پادشاهی بکن که اون شعباش از سرش بره. این آدم مخالف انگلستانه، این آدم هر چی ما لیست بهش میدیم میگیم خیلی خوب پادشاه باشو، ولی این 250 نفر رو زندانی کن، 50 تاشو رو اعدام کن. برای ما جواب میده که اینها یا خویشاوندان منن یا آدم های با شخصیت مملکت هستند یا خدمتگزاران مملکت، به اینها الهی هستند، من این کار را نخواهم کرد. ما دولتی میخواهیم که یک آدم بیسواد هرچماقی باشد، غارتگر و بیرحم و سنگدل، و هر کاری به او بگوییم اجرا کند. خب به همین جهت آقای رضاشاه را آوردن گذاشتن بالای سر ملت ایران. شما هرگز درسای خوندید رضاشاه به مجلس بگی مجلس جز اینکه میگفت تبیره؟ خب یه مملکتی بیچاره شد، انقلاب آمد. این انقلاب حاصلش چی بود؟ ملت که مشکل اسلام که نداشت آقای سرمی، ملت ظاهرن برای آزادی و دموکراسی انقلاب کرد. کار نداریم جرقه انقلاب همیشه از بیرون زده میشه، انقلاب چند بود داره، انقلاب خلق‌الساعی نیست، به ناگهان پیدا نمیشه. جهان خارج مخالف سیاست و حکومت، مخالفان داخلی حکومت، نارسایی حکومت، نادانی حکومت، اینا دست به دست هم میده منجر به انقلاب میشه. اول فتنه است، با فتنه این کار صورت میگیره، بعد آشوب میشه و بعد شورش میشه و سرانجام انقلاب. اما انقلاب ایران به سرعت به پیروزی رسید. روزی که آیت الله خمینی از فرودگاه مهرآباد آمد به گورستان بهشت زهرا و انگشت زد به سینه خودش و گفت من خودم دولت تعیین میکنم، توی دهن این دولت میزنم، من نمیدونم روشن فکران ما، سیاست مداران ما امشی زده بودن بهشون، دیگدریم بهشون زده بودن، گرد دده بهشون پاشیده بودن، یا خواب مرگ گرفته بودشون. من حیرانم چرا معترض نشدن. آقا تو خود دولت تعیین میکنی؟ یعنی یه نفر، اونم یه آخوند از سیاست میخبر، از سیاست حکومت مداری منظورم، وگرنه آخوند نفس اون دودش یعنی سیاست. یک کسی از آلمان به من زنگ زد گفت آخوند دوزاری حکومت مدار شده. گفتم مرد حساب دوست عزیز، چون تو کتاب نخوندی حق داری بگی دوزاری. اگر اونا دوزاری خسته بارند رضاشان که فر میروند، اگر اونا دوزاری هست پادشاهان ما همه در گذشته های دور یا شاگرد نونوا بودن یا شاگرد مسگر بودن یا دوز رازان سرگردنه بودن یا چوپان بودن. دوست عزیز چه حرف میزنی؟ مگه آخوند فقط امسال حکومت کرده؟ صفوی مگر آخوند نبوده؟ مگه ساسانیان 412 سال پادشاه بودن آخوند نبودن؟ مگه طاهریان آخوند نبودن؟ مگه زیدیان آخوند نبودن؟ مگر دیگر پادشاهان که از خاندان آخوندی نبودن از آخوند بدتر نبودن؟ اونا که همه از آخوند بدتر بودن. همین امیر تیمور لنگ که پادشاه ایران شد، یعنی بیگانه از تاتارها، مغلم پادشاه ایران شد دیگه ولی از بیگانه، یه سرخامنشیان که از بیگانه آمدن، مادار که از بیگانه آمدند، اینها بدتر از آخوندها بودند. امیر تیمور لنگ 14 روایت قرآن از حفظ بود ولی کله از کله ها مناره می ساخت. ما چرا این همه بدبختی داریم؟ حداقل در قرن 20، 19، 20، 21 چرا روشن فکران ما فکر می کنند که چه بلایی سر این ملت اومده، راه چاره چی هست؟ آقای سرمه چرا این 15 سال حداقل شما بیننده و شنونده من در تلویزیون های دیگر بودید، با شما مراوده نداشتم؟ شما به یک دلیل، من دلیلم کمتر بود اما دلیل شما قوی بود. شما گمان می داشتید که من صرف و صرف بلینم که خانواده پهلوی رو به ایران برگردونم و به دنبال پادشاهی هستم. نه، هدف من فقط پادشاهی پارلمانی بود. از اول هدف پادشاهی پارلمانی بود. از فروردین 1371 یعنی مارس 1983 به گمانم 82 83
از اون زمان من فریاد نظام پارلمانی رو سر دادم که سال 1999 کتاب حقوق پارلمان رو برای نخستین بار یک ایرانی به فرانسه کتاب حقوق پارلمان نوشت برای تدریس دانشگاه های معتبر جهان که به تصویب سپتانتریون رسید، یعنی برای تخصص دوره دکترا در قانونگذاری. بنابراین من پیوسته دنبال یک هدف بودم، راه نجات این مملکت. همه میگن جمهوری اسلامی نمیخوایم، تو اون مسئله مشکلی که من با رهبران سیاسی دارم میخوام توضیح بدم فراموش نشه. بر مسئله دیگرش که اختلاف فاحشه اینه که روشنفکران و رهبران سیاسی نمیگن چه میخوایم، فقط میگن جمهوری اسلامی بده. خیلی خوب، جمهوری اسلامی ظالم، ستمگر، بیرحمه، درسته، اخلاقیات صفر شده، صفر برادری شده صفر. به طرف میگه برادر ولی اعدامش میکنه، به طرف میگه خواهر ولی دلش میخواد باش هماغوشی کنه که میکنه. خب این اخلاق صفر دیگه. جاسوسی، مگه نه خود رهبر انقلاب گفت حفظ نفوس اسلام از راه جاسوسی واجب است؟ خیلی خوب، یک اخلاق زشت اینچنینی که حاکم میشه، خب جامعه به بنبست کشیده میشه، اخلاقیات خراب شده، همه چی خراب شده. ما میخوام یک حکومت سالم به جای جمهوری اسلامی ببریم. گیریم که آخوندها رفتن بدون دعوا، بدون جنگ، بدون مرافعه، گفتن ما میریم. خیلی خوب، چه میخوام به جاش بذاریم؟ جمهوری اسلامی بره هر کی بیاد؟ نه، دکتر مهرداد بهار، پسر ملک الشعرا بهار. این مهرداد بهار یکی از اسطوره شناسان خوب ایران بوده، خداوند دوه بزدش، با 5 سال پیش فوت کرد، دقیق نمیدونم ولی میدونم 4-5 سال پیش. ایشون علیگوری محمودی بختیاری و آقای فریدون جنیدی بکنم هم، بله بله فریدون جنیدی الان زنده هستن، تهران هستن. اینها سه تا اسطوره شناس خوب ایرانی هستن، بگوش علیگوری محمودی بختیاری. آقای مهرداد بهار در کتابش می‌نویسه ملت ایران، من نشیدم البته، اما من شنیدم که شابر هر کی بیاد، اما این جمله‌ای که ایشون نوشته من نشنیدم. نوشته شابر سگ بیاد، سگ هم ملت گفتن شابر باید سگ بیاید. چرا کار به اونجا بکشه؟ دیگه روشن فکر دانشمند ایرانی برداره این جمله رو بنویسه. چرا؟ چون شاه گفت اگر رستاخیزون نپذیرید جنازه‌مو میدم دستتون برید. عیسی اینو گفت دیگه، همه شنیدن، همه شنیدن. آخه شاه مگه دبیر کل حزبه؟ و دبیر کل حزب که درصد نخست وزیر میشه، دبیر کل حزب که شاه نمیشه. شاه که نباید دبیر کل حزب باشه. یک تن برای مملکت تصمیم میگیره. آقای شاه تو قانون اساسی فاسد مشروطه بهت اختیار داده فرمانده قوای سگانه، یه جای دیگه هم فرمانده نیروهای مسلح اصل 56، یعنی نیروی زمینی دریایی قانون اساسی مشروطه نوشته بود، هوایی هم که اضافه شد. خیلی خوب، شما وقتی جنگی بشه و پیشگام جنگ باشید و فرمانده ارتش، آیا از مهلکه میگریزید؟ وقت جرم شما چه هست؟ هزار بار اعدام. یک سرباز صفر اگر از جنگ بگریزه چه کارش میکنن آقای سربی؟ دادگاه، ملاقات، بله دادگاه ارتش، دادگاه صحرایی، نه دادگاه، دادگاه صحرایی یعنی یک دقیقه، یعنی کمتر از یک دقیقه، فقط اسمشو طرف میگه، فقط اسمشو به اون فرماندهنده میگه، به اون قاضی فقط اسمشو میگه، سرباز وظیفه فلان، ما دستور ارتش میدم. شاه مملکت وقتی بگریزه به قول دکتر علی امینی به خود من گفت در پاریس، گفت شاه اگر سعدی خونده بود مملکت به این روز گرفتار نمیشد. سعدی بزرگوار مگه نمیگه کان که جنگ آرد به خون خیش بازی میکند روز میدان، وان که بگریزد به خون لشکری. شاه مملکت تو خودت داری میگی اگر من برم ایران ایرانستان میشه، البته باید بگو ان ایرانستان، ولی خب بیسواده اطرافش از خودش بیسوادتر. اما وقتی شاه میدونه وقتی ایران بره ایران خرابه میشه، دست ستمگر میفته، پس چرا میری؟ آقای علیحضرت صدام حسین رفت، آقای سوربی نه وایساد، نه قذافی، ممرال قذافی رفت، نه چورچسکو رفت، نه کدام هم رئیس جمهور، رئیس جمهور نه پادشاه، رئیس جمهور که موقته، کدامشون از مملکت گریختن؟ مگه معصوم ترین پادشاه دنیا آقای لویی 16 نبود؟ در کشورش گیوتینش گیوتینش کردن، اول بچه 7 سالش رو جلوش گردن زدن،
زنش رو جلوش گردن زده، بعد خودشون از مملکت نگیخت. من حیرانم این گریزگاهی خاصه سرشت ما هست. خب ما یزدگرد سوم هم داشت فرار میکرد که به دست آسیابان کشته شد. داریوش سوم که داریوش بزرگ رو بدنام کرد، اون هم که داشت میرفت. سلطان جلال الدین محمد خوارزمشاه در جنگ مغول ها آدم شده بودن تقریبا، اون هم داشت میرفت. این چه داستانیه؟ این چه سیغه ای؟ چون اختیار میدین یک نفر در گذشته های دور در ممالک غربی در بیشتر جای جهان اختیار دست یک نفر نیست. آقای سوربی وقتی پوزیشن درست شد، همین الان گرامی، سال دوم آمدن آهنگ یأس خوندن، یعنی گرد ناامیدی بر سر صورت ایرانی ها پاشیدن. یادتون هست آقای رستم، آقای فریدون فرخزاد آمد اون سرود یاد ایران به خیر خوند؟ بله بله. یادتون هست آقای معین خواننده اصفهانی خوند که میخوام به اصفهان برگردم؟ بله، دلم میخواد برگردم. بله بله. یادتون هست خانم محسوی آواز گلها، یعنی این خواننده گلها بود، اصلا تربیت شده بود برای خوانندگی گلها، یعنی سطح عالی. ولی خب در نسال دیرست که آمد پاپ خون شد، یعنی پاپ خون برای پرس و روزیش. یادتون هست خون که آقای مسافری که میرید ایران، چشمای منو بردار ببر به ایران با خوب تماشا کنه و الاخر. شما شنیدید که؟ بله، یه شعری هم برای ولیعت خون بچه مولوی. من آقای همایون هوشدارنژاد، خب این آدم خب میگه چی میدونه خون تو. بله، این من یه دفعه است تازه شعرهای دیگه خوندن، رفراندوم به پادشاهی رضا شاه دوم. آخه ببینید، خب یعنی ملت رو شما مسخره میکنید؟ آقای خواننده ابله بیسواد، آقای شاعر ابله ترزون، تو خودت داری میگی رفراندوم، وقت میگی به پادشاهی رضا شاه دوم. آقای ستار خونده، حسن ستار، خیلی مسخره نیست؟ یعنی مملکت رو باید مسخره کرد؟ آقا تو خجالت نمیکشی جلوی دوربین پشت تریبون تلویزیون داری میگی کوروش کبیر فرمانده از خدای کشور برای از قحطی دروغ برهان؟ فکر نمیکنی چهار تا مثل نصر احمدی داره میشنوه؟ خب این چه کوروش نگفته؟ این جمله داروش بزرگه، کوروش نیم جمله هم نگفته، نیم جمله خشت از سر خشت نذاشته. ستمگری کوروش در تاریخ بیرحمه. حالا میدونم کلیمی ها جهتگیری میکنن، من نمیدونم داروش دشمنشونه، کوروش پسرخالهشونه، نه آقا، داروش بزرگ دومین آدمی بود که کلیمی ها را نجات داد، پول فرستاد که اون شلیم رو بسازد، آرشیدست معمار فرستاد اون شلیم رو بسازد. این کار داروش بزرگه. جلوترش وقت شطره آمد چه کرد؟ کلیمی ها را از چنگ آشوریان نجات داد، از بربر، 106 سال پیش از کوروش، پدر پدر بزرگ مادری کوروش، سومین فرد سلسله ما. خب چرا اسم اونها رو نمیارید؟ شما فقط برای که 2500 با مامان رضا شاه بخونه برای ترفند سیاسی. آقای سوربی اگر یه وقتی به من بدی دارین زمینه توجیه میدم که چرا 2500 شد. خب این که خیانته، اینا که 2500 سال نیست، اینا که 9640 ساله. وانگهی اگر 2500 هست چرا 13 سالش تقلب میکنی؟ چرا میخوام محمد رضا شاه از 2501 باشه؟ خب این خیانت اندر خیانته. پس دشتان شاه کجا رفته بود؟ آقای شاه باید از مورخین اطرافش میپرسید. حداقل اگر سیاست چاپلوس مثل و بیسواد و بیسواد و متکلف مثل شیرزاده شفا بودن، اما دانشمندانی مثل بهادین پازرگاد و علاءالدین پازرگاد مورخین دربار شاهنشاهی که بودن، از اونها میپرسید که آیا این 2500 درسته؟ شاهی که سال مشروطه رو بلد نیست، سر مزار پدرش یک سال پیش انقلاب میگه 70 سال از انقلاب مشروطه میگذره، نه آقا 73 سال گذشته. چرا به تو نگفتم؟ چرا من میکرد دست یک نفره؟ آقای سرگو به همون جهت من گفتم نظام پارلمانی. آقای سرگو وقتی این انقلاب شد و پوزیشن درست شد و من جوان اون روز 23 ساله در کفل پیستار آمد، اون چندین دور نشستیم و نشستیم و نشستیم،
سرانجام خود من مرامنامه بازداشت پادشاهی نوشتم، ولی در اصل شیشش آمده در اون بولتن شماره یک شما میبینید نوشته سردبیر نصر احمدی. اون موقع من دکتر نبودم، دانشجو سال اول فوق لیسانس علوم سیاسی نانتر بودم، یعنی سال یک بودم، سال یک نشده بودم، ترم اول بودم. یعنی اگر لیسانس رو نادیده بگیریم که من ایران لیسانس گرفتم، من دانشجوی سال صفر بودم، تقریبا سال صفر. در اون مقامنامه آمده اصلاحات در پاره از قانون اساسی، مواد قانون اساسی مشروطه. آقایون دیدن کفر کائناته، به مشروطه رو دست میزنیم، قدرت اعلیحضرت کم بشه. گفتم آقا از زیادی قدرت اعلیحضرت مملکت به این روز افتاده، خب اصلاحش کنیم، درستش کنیم. مگر این بلژیک توش انقلاب میشه که پادشاهیه؟ مگر هلند انقلاب میشه؟ مگر اسپانیا انقلاب میشه؟ مگر انگلستان هزارها ساله انقلاب میشه؟ مگر ژاپن که 2136 سال این خانواده، همین یه خانواده سر کاره، مگر انقلاب شده؟ شما میدونید آقای سربی در سال 1905، یعنی تقریبا 112 سال پیش، همین ژاپن کوچولوی به اندازه کوچولو بر آمد ما، روسیه شوروی رو گرفت، تسخیر کرد. شما میدونید یک سال 11 ماه تمام سر و سر خاک روسیه رو گرفت. پدر بزرگ همین پارسا آقای میکادو، اتحاد، انسجام، میهندوستی، شرف، جوانمردی، اخلاق، این 80 سال پیش اولی فارغ التحصیل از سوربن رفت. ژاپن ساختن قدرت در دست قدرت اول جهان. ما 250 سال پیش آقای سوربی از سوربن درس خونده داشتیم. رضاشاه دانشجو فرستاد خارج، این که دروغه، صد مطلقه. 118 سال پیش از اینکه رضاشاه قربان بشه، پیش از اینکه گماشته بشه، عباس موزه دانشجو فرستاد خارج، چاپخونه گذاشت. مترجم اولین بار در دوره، یعنی که دفعه ترجمه بشه، در دوره عباس موزه بود. فرمان فرما به تنهایی آقای سوربی پیش از اینکه رضاشاه گماشته ایشون بشه، گماشته اسباش بشه، 18 تا دانشجو از کلفدونوکههاش بچههاشون رو فرستاد اروپا و خرجشون رو میداد. اما 16 نفر دولت رضاشاهی فرستاد دو دور تمام کتابهای جهان کردن زیرش. تازه 8 از بچه ها خودش از نهادهاش هم فرستاده بود خارج، یعنی 26 نفر فرمان فرما پول میداد که کار نکنن در خارج. یعنی مثل نسل احمدی که اون زمین های نفتی بیشترش مال آب اجدادشه، یک کاسه نفت میلی و مجانی به ما ندادند. من نفت میلی میگم، نفت میلی نمیگم اون شاگردانی که میگن نفت میلی، نفت میلی شاگرد روزگارن. بعد از گذرش خوردیم، سرش کشته شدیم، در بار شاهنشاهی پاریس و روم و لندن در خودشون کیف میکردن، خونه ها در نیز خریدن. در امریکا کجا دیدیم پادشاه در خارج خونه بخره؟ آقای سربی 6-7 خونه در امریکا خانواده تعلم، چرا؟ نیز، پاریس، مراکش، مکزیک، چرا؟ پادشاه مملکت که در خارج نباید خونه بخره، وطنش میشه وطن، جمهورش میشه خارج؟ نه خیر، وطن زادگاه و مرگ، پادشاه باید در اونجا باشه. ما 50% پادشاهانمون قبرشون تو ایران نیست، باور میکنید آقای سوربی؟ بله. همین من بچه ها وصیت کرده قبرش رو ببرن به نجف، خیلی خجالت آور نیست؟ همین من بچه که تازه به آقای نورمان میگه آقا کاری میکنی که من برم پاریس اونجا از ستم شما بگم شما انگلستان چه بلایی سر ما آوردی؟ خب همونجا بگو، مرد حساب، به ملت ایران بگو، چرا میخوای بری پاریس بگی؟ آخر مسخره نیست یه حرف؟ من برم پاریس اونجا به دنیا بگم که شما به ما ظلم کردید، انگلستان سر ملت ما چه بلایی آوردی، سر ما چه بلایی آوردی؟ حالا این همون بود که گفته من اگر لبو بفروشم بهتر از پادشاهیه؟ بله، اتفاقا در پاریس اینو گفت، من اگر لبو بفروشم در سوئیس این قرارداد من امضا نمی کنم، ولی قرارداد آقای رضاشاه امضا کرد. خب چون رضاشاه گوتری بود کارش دیگه، گوتری بود. شما وقتی قصاب ناصرالدین شاه درست کرد، یعنی امپراتور روسیه بهش کادو داد، چون ارتش ایران رو ناپلئون بناپارت درست کرد، وسیله جنرال کاردان
126 نفر نظام فرستاد، عباس میرزا گرفتار جنگ بود با روسیه، 126 تا افسر فرستاد که ارتش ایران رو درست کنن، یعنی ارتش مدرن. ولی خب توانایی مالی صفر بود. کنفیت میفروختن، انار میفروختن، گبه و جاجین میفروختن. خب نمیشه یه ارتشی رو با کنجد و نمیدونم انار و پسته و پسته که اون موقع رواج نبود ارتش درست کنی، اونم تو جنگ، اونم ایرانی که سه برابر دو برابر حالا بود. برحال درست کردن یه ارتش کوچولوی درست کردن زمان ناپلئون بناپارت که فرستاده بود، ارتش مدرن به اصطلاح، ارتش پیشرفته. ارتش روسیه درجه دو بود، برای که خود روسیه هم درجه سه بود اون زمان. پتر میگه من دو تا آرزو دارم، یکی که جوانان روسیه برن فرانسه آداب و رسوم و فرهنگ فرانسه رو یاد بگیرن، و آرزوی بزرگتر من اینه که جوانان روسیه برن پاریس درس بخونن و برگردن. این آرزوی پتر بوده، پتر کبیر. بعد وقتی ناصرالدین شاه میخواد بره سفر فرنگ، با امپراتور روسیه دعوتش میکنه سر راه، سه ماه نگرش میداره، میگه آقا من میهمانم، اروپا باید برم. میگه نه بمون اعلی حضرت، ما تو رو دوست داریم، ایران رو دوست داریم. فرد بعد سه ماهی میمونه و قزاق رو بهش کادو میدن، هدیه میدن. هزار نفر افسر امپراتور بهش هدیه میده، یه اضافه 1600 توپ، 60 میلیون فشنگ، 26,000 تفنگ و قزاق رو درست میکنه، ارتش به نام قزاق که بعدها سه نسل بعد رضا شاه میشه یکی از سربازان اون ارتش، ارتش قزاق. قزاق به معنای بلند پوشانی که پالتو و رداشون تا زیر ساق هست. به چه زبانی؟ به چه زبانی هست قزاق؟ قزاق ترکیه، رفته وارد ادبیات روسیه شده، ادبیات روسیه آمده در ایران در زبان فارسی. قزاق ترکیه، واژه ترکیه. بسیار ممنون. بله بله بله، چون نفوذ فرهنگ ترکیه سر روسیه زیاد بود، البته نفوذ فرهنگ ایران بر ترکیه هم بود، حتی پیش از آتاتورک خط نوشته ترک به فارسی بود، حتی هند آقای سروی و پیش از مهاتما گاندی به استعمار انگلستان که گاندی رو علم کرد که فارسی رو داغون کنه در اونجا فرهنگ ایرانی رو از بین ببره، سعدی درس داده می شد در هند، در پاکستان، در ترکیه، در بیشتر کشورهای جهان عربی سعدی درس داده می شد. حتی یک مدرسه در فرانسه درست کردن به نام لانگزو، یعنی لنگویج اورینتال، لانج اورینتال البته به فرانسش، یعنی مدرسه زبانهای شرقی، به افتخار محمد شاه قاجار و سعدی آمدن این مدرسه درست کردن که لیسانس ادبیات فارسی میده. آقای علی شریعتی و زنش از اونجا فوق لیسانس گرفتن، به فارسی درس داده میشه. اردشبد آریانا در اونجا دکترای اونیورسیته گرفت و اردشبد فریدونگر هم از اونجا دکترای ادبیات فارسی گرفت. البته اعتبار علمی نداره، ضابط علمی توش نیست، یه نوع تعارفه برای دوستی و مودتی با ایران. همون دکترای افتخاری شد و دوباره بازگشایی شد، میگم همون دکترای افتخاری هم اضافه شد در پاریس. بله بله، به افتخار محمد شاه قاجار و به افتخار سعدی، چون رئیس جمهور فرانسه اسمش سعدی بود، سعدی ترنو، و اتفاقا پسرش هم سعدی بود اسمش، به افتخار سعدی بزرگوار اون مدرسه درست شد. حالا میخوام داستان قزاق رو عرض کنم. قزاق که روسیه هست، رضا شاه سربازان قزاق بود و از قضا جز فوجی بود که در محمد علی شاه باید مشروط خواهان رو میزدند و با مشروط خواهان جنگند میجنگیدند، بنابراین حال ممکنه آده که رضا شاه بعد به مشروط خواهان نکشته باشه، غیر ممکنه، چون تیرانداز خوبی بود آقای سروی. میگه ای بیمی جمعه که گفتی هنرش نیز بگو، هم آدم شجاعی بود رضا شاه، هم آدم تیراندازی بود، هم الحق سرباز لایقی بود، الحق سرداری سرباز بود، آدم خوبیه اما طرف قانونگذار نیست، آدم خوبیه اما طرف جامعه شناس نیست، آدم خوبیه اما دوست نیست، ولی چه کاری بلده؟ خب یه نظامی خوبی بوده. شما آقای انگلستان میگردی میگردی یه نظامی بیرحمی رو که هیچ رحم و مهری در کارش نیست و ستمگره و بیلمز و بیابونیه میگری میکنیش با جریان به آقای آرهوسای میگی از لحره بذار در اختیارش
آقای سید زیا دلالتون، دلال انگلیس، آقای سید زیا یه سید ابله به تمام معنا بود. بهش میگید که یه آدم نظامی رو برو سراغش در هتل هیلتون، در گراند هتل قزوین باش صحبت کن، با سرهنگ فریزر و ژنرال آرنساید آمدش کن بیاد کودتا کنه. خیلی مسخره نیست آقا سوربی؟ جالبه. بله نه اصلا داستان رو من دریا 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 اقیانوس اقیانوس حرف دارم. مهنت مهنم چرا است کشتی کشتی، مهنت مخلص چرا است دریا دریا، چرا من این با این پوزیشن فاسد نمیتونم کار بکنم؟ اینها که آمدن کار بکنن دیدن ای پارلمانی داره جلو میره، جهه راهی با سادیران داره جلو میره، آقای رضا پهلوی آمد گفت از این ساعت من به ملکه پارلمانی خواهیم بود. اولا پارلمانی که ارث بابات که نیست که بهش شریک بشی، پارلمانیه شما مشروطه هستی تابع مشروطهتونم غیر قانونیه، صد درصد غیر قانونی، صد درصد، صد درصد غیر قانونیه. قانون پهلوی به لحاظ مشروطه صد درصد غیر قانونیه. آقای سوربی نمیشود آدم که قدرت بگیره بعد مجلس مؤسسان درست کنه بعد تصویب قدرت نیست. یک سال بعد از اینکه رضا شاه پادشاه شد مجلس مؤسسان درست شد. چرا کی این حرف زده؟ چرا فریاد نکشیدن روشن فکران ما؟ چرا همه به قول کردها کرمانشاهی ها لیدرسپوی آمدن مجلس مؤسسان درست کردن؟ چرا در تشبیه خانواده پهلوی خب غلطه، خلاف قانونه، اسم در قانون اساسی یعنی خطا یعنی خیانت. چرا این کار رو کردن؟ برای که استعمار نمیخواد ایران ترقی کنه، بیگانه دوش نمیخواد ایران ترقی کنه. آقای صاحبی این من میگرد اینقدر باسته داره اول مادها که کردها هستن پاسخ شدن در داریش مضبوط هست میکنه، وگرنه ایران 9640 سال سابقه داره. کردها اول پادشاه شدن یعنی مادها، بعد که وسیله کوروش مادها منقرض شد یعنی پدر بزرگ خودشو کشت آقای کوروش و کرد زندان در قفص کرمان تا مرد. پدر مادرشونشون کرد در قفص. آی ملت دنیا، آی کلینی ها بدانید، آی کتاب نخوندید بخونید، نخوندید تفهیم بید. چرا این آقا پدر بزرگش کرد تو قفص تا مرد آقای کوروش؟ همین مردم تاریخ می نویسه، تاریخ جهان می نویسه، نه تنها ایران. آنسیکلوپدی روسیه می نویسه، آنسیکلوپدی روسیه می نویسه، دیاگروف می نویسه، اینا را همه می نویسن، تمام مورخین جهان می نویسن که یک مردم جلبان و عشق کران در طی 8 سال توانستند به سروری جهان دست یابند، یعنی گذشته دور، گذشته پیش از هخامنشیان. خب چرا ما 40 سال از انقلاب میگذره بی اعتباری؟ همیهنان عزیزم آقای سوربی از انقلاب فرانسه به این طرف تکرار میکنم تمام اپوزان جهان پولش یک دهم، یک صدم پول ایرانی نبوده به اندازه اپوزیسیون ایرانی، تعدادش هم نبوده، همه سر هم بلندگوش، یک گزارم بلندگو ایرانی نبوده، با شبنامه، با شبنامه کمتاشون بردن، هر کی سازی میزنه، هر تلویزیون یه چیزی میگه. آن سوری رو از یک تلویزیون شنیدم، حالا نمیدونم اون لحظه به نصر احمدی فکر میکرد، چون نصر احمدی خیلی سرش حساسه، گفت که رضا شاه با لباس مبدل رفت ایتالیا، قرارداد نیرو دریایی ایران رو بست. آقا آدم به لباس مبدل بره پولیس میگیرتش، هر بلایش سرش میاره. آدم لباس مبدل که اعتباری نداره، اگه شاه مملکته پس چرا با لباس مبدل رفته؟ این که خودشون میگن رضا شاه فقط رفت ترکیه، هیچ جایی نرفته. نه رضا شاه جایی نرفت، نه منظورم به شیابی اپوزیسیونه، منظورم به شامورتی بازی تلویزیونه، تلویزیون های برخشید شما تلویزیون دارید، من منظورم مطلقا و مطلقا و مطلقا شما نیستید، برای که شما یک موضوع داشتید سر همون موضوع هستید. نه منظورم اینایی که میگن حتی تاریخ و خبر ندارن. یکی از دوستان برای شما نوشته که کل این رجال دوره رضا شاه که میگن ایران در اون دوره مدرن و پیشرفت کرد و بهش افتخار میکنن با کمک همون رجالا و تحصیل کردگانی هستند که قبلا در دوره قاجار فر رفته بودن، چون رضا شاه معروفه که افراد
با سوادی رو دور خودش اول جمع میکنه. به همین خاطرم آقای سرمین شاباش میگم به اون نویسنده که این مطلب نوشته، آقای خوشنودی هستن، انصاف وجدانش پاک، دستش مریض، آب سرش سبز و دلش خرم و شاد. حقیقت درسته. شما تمام بزرگان اندیشه دوره گذشته تحصیلکردهای فرنگ بودن، تحصیلکردهای پاریس 90% پاریس، 10% انگلستان، سوئیس، آلمان، ایتالیا و بلژیک، ولی 90% فرانسه. آره درسته، کاملا درسته، کاملا درسته. نظام علی خان هدایت مخبر السلطنه چه کاره بوده؟ از کجا درس خونده؟ نظام سلطان سپهسالار که بارستان مال خودش بود، ساختمانش و باغش مجلس شورای ملی مال خودش بود، کجا درس خونده بود؟ پروفسور حقوق پاریس بود، نخست وزیر صدر اعظم. بله. تمام سلطنه کجا درس خونده بود؟ دانشگاه پاریس خونده بود. میشه حرف سرش بود وقتی مظفرالدین شاه رفت پاریس، مدرمش بود و راهنماش بود اونجا، لقب از سلطنه را بهش داد، تمام سلطنه. کجا درس خونده بودن؟ به خدا کجا درس خونده؟ آقای احمدی، چون شما از دکتر امینی اسبوردین، دوستمون نوشته که خود دکتر امینی میگفت شاه عقیدش این بود که تا وقتی من هستم دنیا باشه، نباشم دیگه چه آباد چه خراب. آیا همچین چیزی رو شنیدید، نقل قولی رو از شاه؟ من نشنیدم، چون با دکتر امینی خیلی مربوط بودم. دکتر امینی وقتی من 22 سال نیم بود در کانون پژوهش اجتماعی کشور، ایشون پنجشنبه غروب ها می آمدند در خیابون ایزنهاور، کانونی بود به نام کانون پژوهش های علمی اجتماعی کشور. من چون تازه کتابی نوشته بودم، دانشگاه تأسیس کرد برای تدریس در اون سن و سال برای تدریس دانشگاه، و می رفتم اون انجمن، اون کانون، آقای دکتر علی امینی خودشون پیشنهاد کردن که من سخنگوی کانون پژوهش های علمی اجتماعی کشور بشم. از اون موقع مراوده من با دکتر امینی خیلی نزدیک بود. پاریس خیلی مدرسه باش داشتم. نه این جمله رو من نشنیدم، اما اگر گفتی به این پیشت، برای که محمد رضا شاه در مراسم دادگذاری من شمردم 6 بار فقط میگه من میکنم، میروم، میخواهم. 6 بار فقط گفت من، 6 بار. آقای احمدی، آقای احمدی ببخشید، احترام به آقای ابوالقاسم پسر منصور پسر ابوالقاسم فردوسی که ادامه کار دقیقی رو داد و از اون کتاب دانشور اون داستان رو نوشت، چون کتاب جلوش بود به صورت شعر در آوردش. با همه احترام علاقه که بهش دارم، در شاهنامه شما واژه ملت، جامعه و مردم نمیبینید، هیچ این سماجه وجود نداره. من شاهنامه رو به خوبی خوندم، به خوبی. این سواجه در شاهنامه نیست، در قانون اساسی مشروطه ما جز یک بار مظفرالدین شاه، اونم در ادعایی که به دولت میکنه واژه ملت آورده. در قانون اساسی مشروطه واژه ملت نیست آقای سوردی. بله آقای احمدی ببخشید، چون دوستان روی فیسبوک هم هستن و شکل برنامه ها به این صورت هست که اونها هم نظر میدن و صحبت میکنن. خانم شهناز خزالی میگه که 2500 سال هر چه قلچماق و بی سواد و تو سری خورده بیگانه بود برای ما ایرانی ها حاکم کردن. درست همون چیزی که شما گفتید. بعد این دوستون آقای خوشنودی میگه یک زمان با سوادهای مملکت آخوندها بودن. بعد باز همون خانم میگه که شاه فرار کرد، طرفدارانش میگویند سلسله پهلوی که نیمه مونده. نمیدونم منظورشون چیه، ولی اون چیزی رو که شما گفتید اصلا هم تو ارتش رسمه، هم تو قانون خلبانی، هم تو قانون ملوانی و کاپیتان و اینها. اگر یک کسی یه وسل، یه هواپیمای، یه کشتی رو به اصطلاح هدایت میکنه، این باید آخرین نفری باشه که در موقع خطر از اونجا میاد بیرون. ولی متاسفانه شاه این کار رو چندین بار انجام داده و میگن اون صحبتی که میگه ما رفتیم که خون از دماغ کسی نیاد، دروغی بیش نیست. ایشون خیلی ترسو بوده و فکر میکرده که این بارم این میره بیرون، قلچماقایی مثل شعبان جعفری و اینها و خواهرش کمک میکنن، میگیرن و میزنن و هر بلای سر مردم میارن تا دوباره ایشون برگرده. ولی این بار یه فاکتوری
به نام اون مریضی، که درباره اون مریضیش هم صحبت هایی هست که میگن که این قتل سیاسیه و حتی خانم فرح رو مسئول میدونن. شما نظرتون چیه در اون مورد؟ من شنیدم، من سند مطلقی در این زمینه ندارم، اما خود فرح‌پهلوی در کتابش نوشته که اعلیحضرت 4 سال پیش از انقلاب مریض بودن و تعالشون داشت بزرگ میشد. این جمله خود فرح دیبا، البته اعانت نکردم. چرا؟ چون پادشاهی منسوخه شد با انقلاب، یعنی وقتی در مشروطه می‌نویسه که اساس مشروطه جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست، و وقتی تعطیل شد یعنی هیچ، یعنی دیگه پستی نداره، مقامی نداره، تمام مقامات دنیای روی زمین وقتی آدم از شغلش برکنار میشه به صورت شغل، دیگه صاحب اون مقام نیست الا دکترا، دکتر و دکترا که دانشه، الا تیتر. مگر مقام وقتی از کسی گرفته میشه، شما فرمانده ارتش وقتی بازنشسته میشه دیگه فرمانده ارتش نیست، وقتی ارتشی منحل میشه و اون حکومت میره که ارتش رو دیگه ارتشی نیست. پادشاه هم وقتی انقلاب میشه و میگریزه و میمیره و تازه خودش با صدای خودش استعفا کرد رسمن و جتمن سلحه، شما شنیدید حتما آقای چوربی و دیدید، من میدونم یقین دارم، گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم. بله اون نواره رو ما بارها پخش کردیم. خانم زری طناز هم میگه که شاه دیکتاتور قبلا رفته بود بر تخت، دوباره نشاندنش. سال 1357 هم باور داشت که مردم زیر یوغ دیکتاتوری له شده و ایشون باز به ایران بر میگرده یا باز به ایران میبرنش. بله من کاملا کاملا درسته، اما مطلبی که به ایران میبرنش منظور یعنی محمد رضا شاه. بله میگن که اون موقع که رفت محمد رضا شاه، شما میدونید وقتی که رضا شاه استعفا کرد، معمولا وقتی پادشاه استعفا میکنه دیگه جانشین کندن یکونه، یعنی جانشینش هم باطله، چون اصلی که از بین میره فرع خود به خود از بین خواهد رفت. رضا شاه 3 روز پیش از رفتن رسما و کتبا استعفا کرد، استعفانامش هم آقای فروغی دلال انگلستان فراماسون قدیم و ندیم از نوجوانی، ایشان آمد استعفانامه را در مجلس خوند و شما میدونید 1 روز بعدش برداشت به دولت انگلستان نوشت که دولت فخینه بریتانیا و رونوشت سوئیس، من رضا شاه پادشاه ایران که مستعفی شده ام هیچ گونه ملک و املاک و پول نقدینه در بانک های خارج من ندارم، هیچ ملکی پولی در خارج از کشور مطلقا ندارم. حالا خب اموالی که برده بود که تمام کتاب نویسای جهان می‌نویسند رضا شاه یا لاقبا، تو خود تلویزیون ایران آریایی میگه رضا شاه با برهنه، رضا شاه که هیچی نداشت و رضا شاه که واقعا جمهورش پاره بود، بعضی وقت بدنش پیدا بود. 8 مهد ثروتمند کره ارض میشه آقای سربی، میگه نه کتاب گذشته چناره آینده رو بخونید، کتاب ابراهیم استخری بغدادی رو بخونید، به عربی ترجمه دقیق نمیدونم ترجمه کیه، کتاب آن لپتون، خاطرات آن لپتون کنسول فرهنگی انگلستان در ایران رو بخونید، کتاب دکتر محمد گلی مجد رو بخونید، کتاب دکتر محمد برقعی رو بخونید، کتاب سرگذشت رضا شاه، سلیمان بهبودی، خاطرات سلیمان بهبودی که پیشکار ایشون بود در دربار، بخونید این کتاب، همه نوشتش. کتاب ملک الشعرا بهار رو چرا نمیخونم که دیوان اول بگمانم صفحه 248 حدود است، از 200 اون برتره، می‌نویسه که رضا شاه تو پادشاه ایران شدی سال سوم حکومتش، تو به اندازه کل خاندان قاجار در این 3 سال پول جمع کردی، اگر قرار شد که تو پادشاه باشی همه این مملکت مال تو هست، اگر قرار شد از تو بگیرن همه رو خواهند گرفت. ملک الشعرا بهار، اردیبهشت 1307. خب این که همه میدونن محمد رضا شاه آمد رفت بدون تشریفات انگلستان، اونجا انگلستان با فروغی رفت اونجا و گفت باشه من تسلیمم، هر چی بگید اموال رو به من برگردونید. و این بنیاد پهلوی
از اون سرمایه آمده های سربی. شما هیچ میدونید فرمان فرما یک سوم تهران، یک دهم کرمانشاه، یک دوست عزیز کردی دارم در خودسازی آمده تهران، اما یک سبق ذهنی از کردها و کرمانشاهی ها داره، حسن اندک ببخشید داره، ایشون از من میدونه، دوستان دیگر من میدونن، دوستان کرد، که فرمان فرما در کردستان یک دهم بیشتر خاک کرمانشاه و کردستان مال خودش بود. در کرمان همینطور، فارس کم و بیش، آذربایجان یک دهم آذربایجان مال فرمان فرما بود، خریده بود. وقتی رضا شاه پادشاه شد که فرمان فرما یعنی گماشته فرمان فرما بود، فرمان فرما ها پسرش ایشون رو افسر کرد، یعنی رضا شاه رو. یکی از سقوق افسر شدن این بود که افسر باید بتواند بخواند اما نه بنویسد، فقط بخواند. یکی از سقوق نمایندگی پارلمان تا سال 1346 اصلاحات 3 سال بعد از اصلاحات ارضی این بود که نماینده مجلس سواد در حد خواندن و نوشتن داشته باشد. اصل اول قانون انتخابات مشروطه، نماینده باید بتواند بخواند و بنویسد، افسر باید بتواند بخواند. عباس میرزا به افتخار نام عباس میرزا پسر دوم فرمان فرما که بهش گفتن سالار جنگ، سالار لشکر، که لقبی بود که خود فرمان فرما داشت به ایشون داده بود به پسر دومش و پسر بزرگش نصرت الدوله کشف کردن برای بود بادشاه بشه، در 24 سالگی از لندن لیسانس حقوق داشت اون زمان، ولی کوچکتر از رضا شاه بودن در 15 سال. این آدمشون فرمانده لشکر کرمانشاه بود، آمد آقای محرر و دیوان رو واداشت که به رضا شاه خوندن یاد بده تا بتونه افسر بشه و افسر شد، و ایشون افسر شد. خیلی خوب، ایشون وقتی پادشاه شد چیزی نداشت، یه خونه فرمان فرما بهش داد بغل خونه پیشکار مخصوصش آقای فتن دوله. فتن دوله یعنی زیر کنترله، یعنی کسی که هوشیار است در کار دولتی، فتن دوله. بغل خونه ایشون یه خونه بهش داد. وقتی سرلشکر شد آمد یه خونه بزرگ براش خرید، و وقتی فرمانده قزاق شد آمد رولز رویس پسرش رو بهش کابر داد، گفت به افتخاری که تو این سرباز لایق بودی. اون زمان خب رولز رویس نبود، در دنیا خیلی کم بود، حتی در امریکای امروزه همین الان که من با شما گفتگو میکنم اگر یک آبری در خیابان رولز رویس ببینه حتما نگاهش میکنه، حتما داره میشه نگاه میکنه. بله الان همینجا همینجور. بعد سه تا رولز رویس ایران داشت، یکی احمد شاه داشت، یکی خود فرمان فرما داشت، یکی هم نصرت دوله فیروز میرزا که افتخار فیروز پدر فرمان فرما پسر عباس میرزا اسمش نصرت دوله بود و میخواست پادشاه ایران بشه که رضا شاه سرانجام کشتش. اون رولز رویس رو کادر داد به رضا شاه، اما رضا شاه وقتی که آمد کودتا بکنه، آقای زید زیاد تحریکش کرده بود و انگلستان، بین راه قزوین کرج قزوین فرمان فرما پشت ماشین عقب ماشین نشسته بود آقای مرن، درست اسمش من نمیدونم، یه فرانسوی که اولین شوفر بود در ایران، اولین راننده بود، ایشون پشت رول بود. رضا شاه با پادگارش که داره میاد حمله کنه تهران، فرمان فرما رو از ماشین پیاده میکنه و به راننده میگه سرتا کن به تهران و منو بذار تو ماشین برم تهران، و این ماشین رو از فرمان فرما میگیره. شما وفا رو نگاه کنید، عاطفه رو نگاه کنید، انسانیت رو نگاه کنید، اخلاق رو بهش نمره بدید. یعنی پادشاه باید اینقدر کج اخلاق باشه؟ شما هیچ میدونید رضا شاه وقتی پادشاه شد اولین حمله ای که کرد به کجا بود؟ نه نه، به سردار معید خان آلاشت که رضا شاه چوپانش بود، اول بار به اون حمله میکنه، به تمام خانه ها تک تک حمله میکنه که انبارش رو بگیره و بیاره بکش شخصی خودش بکنه، طلاهای خانه ها رو میگه برای شخص خودش نه برای دولت. آقای سرمی داستان شگفتی انگیزی بگم، برم سر مطلب پارلمانی و جبهه، اجازه بدید این مطلب رو بگم و برم سراغ او. رضا شاه وقتی امیر امان‌الله خان با ملک سریا همسرش، یعنی مادر همین ظاهرشاهی که 5 سال پیش 7 سال پیش مرد، که قرار بود پادشاه بشه و رفت گفت من
تهران. من فکر کردم این کار خوبی کرده. چرا شما میگی خاک بر سرش؟ چرا بهش میگی خاک بر... چرا میگی خاک بر سرش؟ من فکر کردم کار خوبی کرده. نمیدونم حالا من معتقدم نه به رسالت تاریخیش عمل نکرد آقای زاهدی. آها از اون لحاظ آقای احمدی من از تون عذر میخوام. شد به گمانم افغانستان این تنشش القاعده و ملقاعده و ملا عمر و اینا بله. آقای احمدی متاسفانه ما وقتمون تموم شد. من از شما یه خواهش میکنم چون در سخناتون گفتین که این کتاب رو بخونن اون کتاب رو بخونن اون کتاب رو بخونن. شما که میدونید ملت ما خود من اهل خوندن نیستیم. با دوستاتون تماس بگیرید بگید با من تماس بگیرن تا ترتیبی یه برنامه بدیم. شما که این کتاب ها رو خوندید منتقل کنید با ما با این فن بیانی که دارید. بله من میدونید کارم آموزش بوده بیشتر تا همین نظام پارلمانی توضیح میدادم. یادتون هست که در کانال یک 14 سال پیش 15 سال پیش وقتی من آمده مدیپا از من تغییر نام خواستن. من 10,000 نام ایرانی برای کسانی که اسمشون عربی بود گفتم با توجه به اینکه کار و حرفه من ادبیات و زبان فارسی ها نیست. بله من یادم شما یه جا هم خدمتگزار فرهنگی باشم با کمال میل. اما اجازه بدید که من در این وقت کوتاه مطلبی رو عرض کنم و خلاصه کنم. لطف کنید خیلی سریع بفرمایید. سرگردان نمیدونیم چی میخوایم. چند سال از انقلاب میگذره باید بدونیم چی میخوایم. اگر انتخاب غلط کنیم دوباره بدبخت میشیم. انتخاب غلط یعنی بدبختی. ما نباید بگیم جمهوری اسلامی بره هر کی بیاد. ما نظام پارلمانی به جای جمهوری اسلامی میخوایم. دین معتبر است دین محترم است ولی دین سر جای خودش مثل ممالک غرب. اگر مؤسسان آینده ایران پادشاهی پارلمانی شد مثل هلند، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، انگلستان نظرم اگر هم جمهوری پارلمانی کرد مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل پرتغال، مثل اسرائیل، مثل هند ما نظام پارلمانی میخواد. بستگی داره به سرنوشتی که مؤسسان نمایندگان منتخب ملت و شورای ملی میگیرن. این قانون اساسیش هم من به تنهایی که البته اعتراض میکنن چرا به تنهایی اعتراض میکنن چرا 500 ماده. خب جمهوری اسلامی آمده بنیادهای زیادی آورده با ترکیب شوشن بشه و چیزهای هم اضافه شده در این چند ساله بنابراین زیاد شده. اما ما میخوایم نظام پارلمانی رو ببریم. این جهه شما کم و بیش میدونم آگاهید. وقتی 15 سال پیش من آمدم امریکا صدر قانونی دولت امریکا شد. اما بعد از اینکه من آقای آشپز به دستور خودی زهر در غذا ریخت و 10 سالی گرفتارش بودم و بانگ پولای سبز آمد اپوزیسیون خرید تلویزیون ها را به کام خودش فرو برد من موندم به خانه و کلمم و مغزم و پا و دستم که البته خیلی حرکت فیزیکی من کند بود کند شده بود. اون مثل احمدی پرشر و شور ورزشکار دونده بوکسور کشتیگیر با روحیه خب ضعیف شد. جسم دیگه جسم تابع فرایند خوراک و آب و هوا و اینها هست. اون آرزی که پیش آمد من خانه نشین شدم قانون اساسی نوشتم. ما میخواییم جبهه رو دوباره راه اندازی کنیم. ثبت قانونی دولت امریکا هست مرام نامش مشخصه قانون اساسیش هم روشنه دفترش هم داریم یعنی ساخته نمیشو کار ما هم سهم گذاریه یعنی هر کسی مسئولیت خودش داره. من بهتره تصمیم گیرنده نبودم و نیستم. شما یادتون هست که من هیئتی رو آوردم جلوی دوربین. شما یادتون هست حتی تاجر رو من آوردم جلوی دوربین. بنابراین کار من پنهانکاری نیست و کار من تقسیمه مشاهه. دوستان من تبلیغ منفی میکنن گاهی اوقات که نصف احمدی یکتنه تصمیم میگیره. خیر من یکتنه هرگز تصمیم نگرفتم چون روشم پارلمانیه. یکیش رئیس شورای عالی میشه یکی رئیس هیئت اجرایی میشه یکی رابط نمایندگان میشه یکی رابط رادیو تلویزیون ها میشه و کار تقسیم میشه. یکی رئیس شورای فرهنگی میشه یکی رئیس شورای اداری میشه و کار تقسیمه. بنابراین کسانی که تمایل دارن برای پیشبرد این هدف با توجه به شناخت من دقیق با توجه به شناخت من که پاک و منزه موندم و بارها اعلام کردم جاه با پیغمبرها عوض نمی کنم و میخواهیم نظام پارلمانی رو بیرون ببریم. هر کسی هم عضو جبه باشد پیشگام است و مقدم است در فقدای آینده ایران. با توجه به 154,000 عضو سابق رسمی که با شماره شناسنامه تقاضای عضویت کرده بودند و یه عده مایوس شدند یه عده خدا نکنه مردند یه عده فراموش کردند یه عده هم دنبال سیاستی که نیستند دلسرد شدند شور جاشو یه اصفت بینی گرفته. میخوایم جهر رو راه اندازی کنیم.
اگر کسانی تمایل دارن همراهی بکنن به بلندگویی حتی به صورت اجاره داشته باشیم، بتونیم مثلا از بلندگوی آقای سوری استفاده کنیم، با گفتاری 50 دلار سراسیم بالا بزنن، یه دی هیئت اجرایی بشن، هیئت شورای عالی بشن و با جور همکاری بکنن. شماره تلفن من هست، قلم و کاغذ اگر دارید بنویسید. نوشتیم جلوی صحنه هست آقای. شما بعد از برنامه اگر وقت تمامه تکرار بفرمایید. آقای احمد، بعد از 818-221-57-79 فعلا امکانات کامپیوتری در اختیار نداریم، تنها ارتباط همین ارتباط تلفنی است که باز تکرارش میکنم. و در ضمن اگر فراموش کردید نمره من و قلم و کاغذ ندارید، با آقای سروی، با شخص آقای سروی و تلویزیون ایشون دو تا تلفن داره، تماس بگیرید، پیغام بذارید که همراهی با جبهه شروع بشه. به یاری شما، مددکاری شما و همراهی شما. جبهه کارش تقسیمه برای هر مسئولیتی، اون نیست که تبلیغ منفی بکنید که نصر احمدی یک تنه میخواد تصمیم بگیره، نه، نصر احمدی دانشش آمده، عدیده ای را آورده برای نجات مملکت. آقای احمدی، من از شما عذر میخوام. باشید، آرزوی شادی میکنم، تکرار میکنم تلفن و خداحافظی میکنم. اگر آقای سربی مطلبی دارن من بگوشم، تکرار تلفن 818 بعد از اینکه امریکا رو میگیرید، 818 که پیش شماره هست، 21-57-79. شاد و خوش باشید آقای سربی، اگر مطلبی دارید من بگوش هست. فقط شما لطف کنید، چون دوستان لطف کردن، من بخونم چیزایی رو که نوشتن، احتیاج به پاسخ نیست. در هفته آینده با شما تماس میگیرم، سعی میکنم وقت بیشتری هم به شما بدم. آقای یوسفی میگه تحلیل تاریخی مفیدی داشتن، ممنونم از انتخاب شما آقای سوری. من ایشون رو انتخاب نکردم، سالهاست که آقای احمدی در تلویزیون‌های مختلف برنامه داشتن. متاسفانه همونجوری که شنیدید یک بار هم ایشون رو میخواستن مسموم کنن و دوستانشون، باز متاسفانه همونجوری که شنیدید، بعضیا پیر شدن، بعضیا دلسرد شدن، بعضیا از این جنبش‌های دروغی. ما حالا این رو به عنوان دعوت می‌کنیم که شما مستقیما با خود آقای احمدی تماس بگیرید. همین تشکرایی که اینجا نوشتید، آقای خوشنودی نوشته که تشکر از آقای نصر احمدی، برنامه پربار و مفیدی بود به جهت احاطه و تسلطشون به تاریخ، باز هم ایشون رو دعوت کنید. همین آقای خوشنودی نوشته، چون از شیراز هستن، نوشته ناصر خان قشقایی میگفت پدر من سولت و دوله قشقایی اولین کسی بود که رضا شاه رو به رسمیت شناخت، اولین نفری هم بود که رضا شاه زندانش انداخت، املاکش را گرفت و دست آخرم کشتش. در هر صورت این دوستان روی فیسبوک فعال هستن. خانم زریه تناز میگه که چرا پادشاهی پارلمانی میخوایی؟ این پادشاهان اروپایی هم همه فامیل هستن و دست کم از آسایش و آرامش مفتخوری و پادشاهی ایران ندارند. در صورت من سعی میکنم که تا هفته دیگه هم سوالات دوستان رو جمع کنم برای شما، به وسیله یا تلفن یا یه جوری ایمیل قبلی رو راه بندازید، یا با فیسبوک. آقای نصر احمدی، فیسبوک یه دنیای جدیدیه که الان ما به دوستان میگیم ایمیل، بهمون متلک میگن، میگن ایمیل مال 20 سال پیش بود. حتما فیسبوکتون رو فعال کنید. من شنیدم حتی یکی از دوستان گفت که فامیلش رو در کالیفرنیا گفته بوده که حاضر به شما کمک کنه، هستن. همین دوست ما آقای خوشنودی تو کالیفرنیا هستن، جوان هستن، تو کار کامپیوتر و ویدیو و اینها خیلی واردن. چرا نه، اگر بتونن مثلا هفته یکی دو ساعت کمک کنن، مطمئنم که این کار را انجام میدن. باز از شما ممنونم، آخر هفته خوبی داشته باشید و لطف کنید به دوستان بگید تماس بگیرن تا برنامه ها رو بتونیم ترتیب بدیم. خیلی ممنون آقای احمدی. یعنی سر غیر، البته یعنی خصوصی از شما تقاضا کردم، دو دقیقه به من وقت اضافه بدید. از آقای خوشنودی این حالت سپاسگزارم، امیدوارم در ارتباط با من و هدف جبهه و راه اندازی کامپیوتر خوشنود باشند، که خوشنودی یعنی در پی ایشون خواهد بود. آقای یوسفی این حالت سپاسگزارم، امیدوارم اون بوی یوسفی باشه که از پیراهنش بر میخیزه. سرکار خانم زرگی تناز، قبول میکنم ما یک کشور سنتی هستیم، به لحاظ حرمت هنجارها و سنت ملی اگر پادشاهی صرف و صرف به صورت پارلمانی باشه که دولت بودجهش معین بکنه، ما خیلی ثروت داریم. به جهنم یک هزارمش، یک صد هزارمش، به جهنم
نمیگه صد هزارم، ما که دوره محمد رضا شاه نیست. من شخصا با همسر پیشینم به دیدار ملک سعودی رفتیم خونش، البته یه گردنبند بسیار قیمتی هم در آورد که بزن من کادو بده. زن من گفت که پدر من، پدر بزرگ من دومین باغدار تاریخ ایرانه و ما یک 20 کیلو طلا داریم. ممنون هم سپاسگزار و نگرفت. ایشون میگفت که ما ماهیانه 500 هزار تومن حقوق بیشتر نداشتیم، یعنی محمد رضا شاه 500 هزار تومن اون زمان. آقای سروی تازه حقوق رسمی، شما حقوق غیر رسمی پادشاه سر به فلک میکشه. این که این زمان سالهای 1330 هست، یعنی من متولد نشده بودم. بله مفتخوری قبول نیست، قبول دارم سرکار بانوزرین تناس، نباید بگی آدمی به نام پادشاه مفتخوری بدیم بابا بالا بشینه کنگر بخوره لنگر بندازه از من بکنم هیچی ندونه، یک بیت شعرم بلد نباشه و ندونه سعدی مال قرر کندمه، ندونه محمد شاه پسر کیه، فرق ایل روستا رو تشخیص نده. ما بخواهم چکار؟ اما چون یه مملکت سنتی هستیم با توجه به تاریخ 9640 ساله همیشه هم پادشاهی بوده به حرمت اون تاریخ و نیاکانمون. اگر پادشاهی پارلمانی باشه بیزرره، اما اگر جمهوری پارلمانی که من در قانون اساسی آوردم، من آدم بیطرفی هم اما نظرمو نباید شخصی بگم، اما به لحاظ منطق جمهوری میچربد، جمهوری پارلمانی بر پادشاهی پارلمانی میچربد. آرزوی شادی بهروزی برای همه همیهنان عزیزم دارم. آقای سرخی بی نهایت سپاسگزارم. استدعا میکنم اگر برنامه به من هدیه میدید سریع اعلام بکنید تا بینندگان و شنوندگان بدانند و در ضمن منو هم خبر بدید. بله حتما حتما، خیلی ممنون. بله ممنون، به امید دیدارتون. آخر هفته خوبی داشته باشید. بله خدا حافظ. دوستان عزیز، با آقای دکتر نصر احمدی بودیم و ایشون کتابی رو هم نوشتن و هفته آینده میارم اینجا، روی اینترنت هم به صورت PDF هست. ممنونم از شما که با ما بودید، چه این دو ساعت چه دو ساعت قبلی. و آقای خوشنودی، همونجوری که خودت خوشنودی، اگر لطف کنی کمکی کنی به این سیستم آقای احمدی در کالیفرنیا، نمیدونم کالیفرنیا به این کوچیکی نیست که ما وقت میگیم کالیفرنیا، مثل بعضیا تا میفهمن، مثلا من شیرازی ام میگن فلانی رو میشناسی، میگم بابا اون موقع که من بچه بودم 500,000 شیراز جمعیت داشته، الان که 60 سال گذشته چه میدونم دیگه چند نفرن و قرار نیست همه رو بشناسیم. آقای یوسفی میگه جناب آقای نصر، نظام پارلمانی یا نظامی نیازمند فرهنگ سازی است، لطفا برنامه هایتان در خصوص فرهنگ سازی چیست؟ با خودتون تماس بگیرید. آیا واقعا خدایی انصاف هست؟ رجوی یا نیم پهلوی رئیس جمهور یا هر چیز دیگری در ایران باشند؟ درستان ممنونم دوستان. این ماجرای فیسبوک و سوال و جواب اینها، ما احتیاج داریم به یک کسایی که بتونیم به عنوان ادمین، ادمینستریشن، هر چیزی که میگین، مدیر این جلسات جوابگو باشن، بنویسن، سوالات مطرح کنن از توی سلام علیک و سلام علیک حالتون چطوره، سلام علیک حالتون چطوره، چه خبر از ایران، اونایی رو که مهمه بیرون بیارن، اونو برای من بفرستن تا من از مهمون برنامه سوال کنم. همه با هم بکنید یاری تا سربی بکنه تلویزیون داری. حمایت یادتون نره، تلویزیون مردم رو حمایت کنید. اگه میخواییم مستقل باشین، یه جایی که اختلاف نظر دارم با آقای احمدی، ایشون به دیگران خورده گرفت که چرا ما باید قانون مشروطه را داشته باشیم چون قدیمیه، ولی حالا میگن که چون پادشاهی قدیمیه داشته باشیم، ولی خب منطقی که گذاشتن همش میرسه به پول و اگر کسی یعنی مملکتی 80 میلیون نفر جمعیتش هست، اگه قرار باشه نفری یک تومن هم بدن، میشه پادشاه سال 80 میلیون تومن داشته باشه، چیزی که تو انگلستان هست. در اصل ببخشید نمیدونم این سرماخوردگی و مریضی ما رو که میخواد ول کنه. دیشب داشتم این CNN رو میدیدم، طرف سه هفته پیش مریض بود، بعد چشمش اصلا مثل که عفونت پیدا کرد و اینها، بعد دیدم بعدش خوب شد، دوباره دیشب دیدم سرفه و اینها. و خیلی از برنامه های تلویزیونی الان اگه نگاه میکنید ببینید از اون طرف پشت به اصطلاح برنامه یا صدای دوربین چی یا صدای اون کسی که مسئول هست سرفه و عطسه و اینها و
نمیدونم واقعا چه باید کرد. دوستان عزیز، یک ویدیویی از آقای مهداد خونساری هست که من این رو براتون میذارم و دوشنبه هم از ایشون دعوت کردم مهمان برنامه ما باشن. آقای مهداد خونساری یا خونساری دیپلمات زمان شاه بودن، بعد از انقلابم فعال بودن همین چند سال پیش با اون آقای حسین جهانشاهی اگه اشتباه نکنم، و شخص جالبی هست. شما کمک کنید، حمایت کنید تا ما این دوستان رو هم دعوت کنیم. اینی که بعضی از دوستان فقط میگن فلانی رو دعوت کن، ببخشید من مثالامو خیلی ساده میزنم، اتفاقا آقای خونساری به من میگفت که تو خیلی توی این سادگی طنز و این چیزا هست. البته من میگم سخن کز دل برایت لاجرم بر دل نشیند. این ماجرایی که میگن آقا فلانی رو هم دعوت کن، مثل این میمونه که من به شما بگم آقا آقای حسن علی رو میشناسی، شما بگی نه، کیه؟ بگی آقا یک مرد خوبیه، اینها دعوتش کن، منم دعوت کن تا بیام خونتون. به جای اینکه یکی بگه آقا شما اونو دعوت کن بیای خونه من، یعنی چی؟ یعنی پول این برنامه رو یک کسی بده. حرف پول میاد سرفه بهت دست میده کاکو. این آقای یوسفی اگر بچه شیراز هستی، یه دیوونه بود تو شیراز بیچاره، نمیدونم میگفتن بچه‌شو از دست داده چی، میگفتن دیوونه شده، یا یکی میگفت سنگ از پشت بون خورده رو سرش. میدونی تو شیراز این بونندو موقع کاهگل، بعد وقتی که بارون میومد، بعد از بارون یا برف اینو دوباره چی بود، یه سنگای بزرگی قلتکش میکردن، بعد بعض وقتا این طرف پاشو میزد به قلتک، یه دفعه این لیز میسورید یا میقلتید از اون بالا میافتاد تو سر یه کسی. یه نفر بود دیوونه شد و بدبخ را میرم و میگفت یوسف دوتا بچه شهری، یوسف دوتا بچه شهری. ما هیچ وقت هم نفهمیدیم منظورش از یوسف دوتا بچه شهری چی بود. در هر صورت این هم دوستمون آقای یوسفی، من هم هوادار جمهوری پارلمانی هستم، امیدوارم سرزمین ایران مردم شایسته باشن. جمهوری پارلمانی مثل کجا؟ من هنوز نفهمیدم، میپرسم دوستان فوری وصلش میکنن به پادشاهی های جای دیگه. جمهوری پارلمانی یا پادشاهی پارلمانی مثل کجا؟ تا ما اقلا یک نمونهی دستمون باشه. و دیگه چیزی برای گفتن ندارم، دارم خیلی زیاده، باید من یه برنامه فوق‌العاده درست کنم، ویدیوهایی که مونده، نوشتهایی که مونده، اینا رو دو سه ساعت بذارم با هیچ کسی هم صحبت نکنم، ضبط کنم بعدن پخش کنم. چون این دوستم میگه آقا تو هی قول میدی این ویدیوها رو من میفرستم ولی پخش نمی کنی. کاملا درست میگه. دوستان عزیز، امروز 4 ساعت برنامه زنده، 4 ساعت و 20 دقیقه تماشا کنید، لطف کنید به دیگران هم ارسال کنید، بفرستین. همونجوری که من به دیگران میگم خب این حالا فرستادنش برای اینو اون چه نفعی داره، اگر فکر میکنید فرستادنش سودی داره نفعی داره، برای اونها هم بفرستید. من دیگه همینجا میذارم، آزاد باشید برید، اگه احتیاج به دستشویی دارید، کاری دارید بیرون، خانمتون هی داره داد میزنه میگه بابا این ماشین رو روشن گذاشتی، یا همسرتون میگه بابا سوخت خوراک بیاین، اینا برید به کاراتون برسید. تلویزیون رو وقتی تماشا میکنیم که بیکاری، مگر اینکه برسه به یه جایی انقدر برنامه طرف خوب باشه، یه جنبشی بخواد شروع کنه، یه کلاسی بخواد شروع کنه، یه چیزی بخواد یاد بده، یا یه عرفانی ودومودوی بخواد بیاره، اون موقع میشینید و کارهای دیگر انجام نمیدید. ولی الان تا امروز که من اینجا هستم، تلویزیون رو ما وقتی تماشا میکنیم که هیچ کار دیگه‌ای نداریم. حتی دیگه شده جوری که بعضی ها خوراک میارن جلو تلویزیون، یعنی تلویزیون شده نمره 3 4 5. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید، با امید دیدارتون دوشنبه با آقای مهداد خونساری خواهیم بود. مرسی.